اشتباه میگم. پشتونی هستم. پشتون هستم. افغان نیست. خب ما برای سوال کردن خب ما هم پشتون هستیم. قوم ده. پشتون قوم ده او. برادر دا خواهی چه پشتون یا قوم ده. خود زیم هم پشتون یا قوم ده. اما افغان طول افغان افغانستان افغان ده. که چه تاجیک ده که آقا ده. نو سوایی ده. ازبک ده تو طول افغانان ده. صوفی زاده کسایی که اردو را بلد هستن درخواست روان کنن. او مردم آقای محمود یکی از پشتونای پاکستان که علی افغان آقا جان اردو کار نیست. پشتو گپ میزنه اردو که من گپ میزنی اردو من اردو زبان هستم. تو اردو جانتا ہے بن اردو کی بات کر سکتا ہوں دا بخت تو ماشاءاللہ دیسیدن. چرا انداختی پایان؟ چرا انداختی پایان؟ ای خاین چرا پایان انداختی؟ چرا پایان انداختی؟ نفر پایان انداختی؟ نه تو صبر کن که یعنی دیگر را گفتم بندازم او پایان غلطید. آقای محمود پس بیا بالا. اما دوستای ما یک نفر که اردو را بلد باشین بیاین بالا. یک لحظه بالا بیارش من امرش پشتو صحبت میکنم میره بانی. آقای محمود بیا بالا. چی میکنه؟ آنها یک کسی آمد امرایت میتونه صحبت کنه. تصویر چرا نمیزنن این برادر ما پرنسس؟ پرنسس خراسانی تصویر بزن. او صلاحیت دیگه مربوط ما است که تصویر بخوایم نخوایم نه؟ نه دیگه بچه ایم چیز نکو دیگه اینجا اینجا پارتی بازی نکو. کسی که میاد صحبت میکنه باید تصویر بزنه. امیر رفیقای ما گم هستیم شو بخدا کلگیش. اخونزاده ورور سنگی ورور قراری ده. خیر دلله شکر ده ورور ده خیلی برابری. میره مېرمنې تاسو د کوم قومي ورور جانه؟ زه د پښتون قوم نه یم. نه د کوم قوم پښتون خو د تا ژبه ده پښتو. نه پښتون قوم دی ژبه نه. نه تا قوم نه لري یعنی مچکزی مچکزی د قومونه نه لري. دا لیکل مې درته دی چې اخونزاده محمود سید اخونزاده یم قوم نه. یو انسان د درې هویتونه نه لري وروره. ته که پښتون یې خو اوس وایي چې علي خیل یم. علي خیل قوم نه دی. دا قوم نه قبیله ده. قبیله جدای قوم جدای قربان نشم ورور جان. دا یو ویشتم سنچری ده سعیده کنه. دا سنچری که قبیله مبیله وجود نلری. دا یواز قوم شته دی که چتا علی خیلی پختون نه پختو زبان دی. پختون قوم نه دی ورور جان. نه پختون قوم دی زکا که دا پختون قوم نه وینو بیا بورتا زبان نه لیکلی که عرب هم یو قوم دی. زما جوبه چی دی ورور جان؟ زما جوبه چی دی فارسی دی کنه. او ز فارسی وان نه ز تاجیکی ما فارسی خبری کوم. او ازرگان چی دی فارسی خبر فارسی نه وطن دار دری است که تو فارسی گرم فارسی د ایران گپ میزنه. دتا او یا چی دی چرت پرت نگو. نه چرت پرت نگو. چرا فارسی؟ ما فارسی نمیگیم که ما دری گپ میزنیم. احساساتی نشو اکرم شمس بگذار آقا امرای محمود گپ بزنه. خدا صاحب تا اول خوایل چی پختونی سعید از مونگ منو چی پخت پاکستان کی چی تاسو وای چی مونگ پختنه یو پختنه. خو اولا رفرنس د علمی رفرنس نلری چی پختنه قوم وی ورور جان. تا چی پاکستان کی قومونه دی چی تاسو مثلا وایل چی تاسو علی خیل کنه قومونه شته دی. خو پختنه قوم نه دی. پختو علی خیل ما نه دی ولا نه کتابونه که د پښتو کتابونو کې د تاسو مورخین چې لیکلي دي پښتو پښتون قوم نه دی لیکلي. تاسو پتان مثلا اردو کې تاسو ته پتان وای کنه. مونږ افغانستان کې اوغان وایو پښتنو ته. خو پښتو ژبه دی پښتون قوم نه دی. دا انونچوی دی کنه. دا دیرش کاله کېږي چې قومونه جمع شوي ده ځان ته پښتون وایي کنه. دا ستاسو کوم کتاب دی لیکلی دی چې تاسو پښتانه یاست؟ دا مونږ ته په کوم کتاب کې لیکلی دی چې تاسو پښتانه استئ؟ او دا چې ته تاریخي څومره کتابونه راواخلې دا په ټول کتابونو کې لیکل دی چې مونږ پښتانه استو. نه مثلا کوم کتاب کې ورور جانه؟ پټه خزانه کتاب. پټه خزانه که دوی دا اوغانان چې دی ورور جانه دا پټه خزانه لکه چې پښتنو کې کتاب نه و کنه علمي رفرنس نه و. دوی یو ویشتم سنچری کې راغلل او ویل چې مونږ یو کتاب لرو د پټه خزانه په نامه کې. او هغه ته ټول پټه خزانه چې دی هغه کې رښتیا هېڅ شی نه دی ورور جانه. ټول غلطونه
علمی غلطیان لري کنه. نه نه ولی غلط لري، پټه خزانه صحیح کتاب دی پښتونو تاریخ، پټه خزانه څوک لیکلی دا هغه علمی رفرنس. آقای محمود کمرې ته بزن آقای دستگیر. زه خو تاته زه درته ویم چې زه تاریخ ماندې بره دغه کړی نه دی، خو ماته د کتاب نوم معلوم دی چې پټه خزانه پښتو کتاب دی، ماته داسې پته نه شو چې وسه چا لیکلی. هغه کتاب نه دی ورجان، هغه کتاب نه دی، هغه ملل متحد راغلل او هغه ویل چې دا کتاب نه دی. دا فرنس خراسان برش بگو وقتی پته خزانه مربوط مردم افغانستان میشه، گویا تو هم باورمند به این هستی که پته خزانه ربطی به قوم پشتون میگیره، پس آیا تو پاکستانی نیستی، افغان هستی؟ بپرس. او هغه هغه رښتیا وایي، زمونږ افغانان چې دي افغانستان کې وایي چې دا پټه خزانه زمونږ تاریخي ژبه ده، کنه زمونږ تاریخي کتاب ده، رفرنس ده. که دوی وایي چې زمونږ افغانان وایي چې زمونږ تاریخي رفرنس ده، خود تاسو نه کیږي کنه، تاسو خود پاکستانی یاست کنه، د تاسو یو چې پاکستانی کنه، تاسو افغان نه کنه، پاکستانی. او هغه خو زما نشنه لټی ده، قوم زما پښتون یم. خو یو انسان نه کیږي چې ورور جان، یو انسان نه کیږي چې په عین زمان کې پنځه هویتونه ولري کنه. ته اوس پاکستانی پښتو خبرې کوي، د تا قوم چې دی علی خیل ده کنه. آقای خراسان از پیشش بپرس افریدی یا قومایی که در پاکستان بین قبیله پشتون معمول است، مگر افریدی قوم است بگو یا ای که نام کدام اوغان یا پشتونی در پاکستان؟ خب پشتو خو زبان است، ولی قومیتی از اینا به افریدی و صافه و منگل و غیره و غیره قسمی در افغانستان تبدیل است، در پاکستان هم همین گونه تبدیل است قومیتشان، ولی ملتشان پاکستانی است. اما چرا بگو زبانتان را به جای ملت یا قومتان استفاده میکنین؟ او کنه ورو جان، تاسو کیدیشی چی پوش میکنه، د تاسو ملیت چی دی پاکستانی ده، تاسو ژبه چی دی پښتو ده، لکه چې زمونږ ژبه دی مثلا فارسی، زه تاجک یم، د خراسان تاجک یم، زما ژبه فارسی ده کنه ورور جانه. واز دبل کی دی، واز دبل کی دی، واپس راخې. خراسان تاجک یم، زما ژبه فارسی ده کنه ورور جانه. چې تاته یو هغه د چې شو د ټلیفون زنګ ومن فکر کوم. ببین فروتن گرامی، مال امرای برادر یا میگفتم که ما با پشتو زبانای او طرف مرز ما کدام مشکل نداریم، ما با پاکستان اصلا هیچ مشکل تاریخی نداریم. اران چی که مشکل تاریخی داره، برادران افغان ما داره که یا نیاکانشان یک قسمتی از بدنی از یار فروخته به انگلیس در سال 1893 طبق مایده دیورند، عبدالرحمن خان فروختی این منطقه را به دیورند، به نام جنرال به نام دیورند این معامله را انجام داد، این مایده را امضا کرد و این مایده هیچ گاهی تاریخ انقضا نداره. این برادران افغان اشتباه میکنن که آقای پرنس خراسان، این محمود یک پشتونی پاکستانی است که دو سال پیش ایرا پشتونا نمیفهم در کجای در دبی است فکر کنم یا در عربستان گرد کردن هموطنای افغان ما و شما، ایرا خیلی زده بودن، بسیار میشه که آمد بپرسیش، خیلی شکنجهش کردن، لطش کردن، از این ویدیو گرفتن، ویدیوهای از این در فیسبوک ها و جا پخش شد. اما بعد از اینکه طالب افغانستان را گرفته، تی تی پی فعالیتش در پاکستان چند برابر شده، عالی آدم یا میترسه یا کدام گپی سرش آمده، حتی افغانیت را قبول داره که میگم من هم افغان هستم، در حالی که دو سال پیش این افغانای افغانستان خیلی لاتو کوب کرده بودن. خب او را بدلیل چی، بدلیل چی قبول میکنه فروتن گرامی؟ بدلیل قبول میکنه که آل خو افغانستان قسمت سوی پنجم پاکستان شده، متاسفانه نظر به این معامله ای که صورت گرفت توسط پیشش بپرس آقای پرنس خراسان. آقای محمود کمری تباسکو از پیشش بپرس که بگو فروتن میگه دو سال پیش از اینکه در برابر افغان ها همیشه می آمدی حرف می زدی، اشرف غنی را بد و رد می گفتی، افغان ها شما را بگو گرد کردن، شکنجید کردن، زدین، از این ویدیو گرفتن، نشرم کردن، که در اون وقت ما از این آدم همدردی کردیم، در کنارش بودیم، اما متاسفانه امشب این آدم آمد حتی گفت من افغان هستم. اخونداده سب کده چی تاسو در اقا پختن اویلی و خو اقا وایی چی دو کلمه که تاسو افغانان رو تا بد و رد ویلی و افغانان تاسو شکنجه کرده، اقا سیده کنه؟
داسې حساب کتاب دی چې کم په کم وخت کې کمه سړی هم ظلم کوي. یوازې مونږ اشرف غنی ته نه دی ویلی چې کمه سړی ظالم دی په پا پاکستان کې. اوس پوج ظلم کوي د خلکو سره، عام خلکو سره. ما د هغوی دپاره هم د پاکستان د پوج د جرنیلانو خلاف ما غږ چوت کړی دی. دا مطلب دا نه دی چې زه صرف د اشرف غنی، زه د اشرف غنی د ظلم خلاف یم چې په کم ځای کې د پښتون سره او د مسلمان سره ظلم کیږي. ما په هغه ټایم کې غږ چوت کړی دا. اوس هم زما پروفایل کتی شي، ما د خپل د پاکستان پوج چې هغه عمران خان برناقه زندان ته ورچیلی دی، نو د هغې خلاف هم ما پوسټ کړی دا. حق ویل وینا چې ده دا ما په هر ځای کې کړله. دا یوازې نه چې اشرف غنی مې ټارګیټ کړی. اوس مثلا طالبان افغانستانو کې ظلم کوي د خلکو پر وړاندې. تاسو د طالبانو څه شی وایي؟ هغوی هم ظالمان دي که نه؟ نو ظلم چې هر څوک کوي دروغ وای وا ورورا دروغ وای دا دا څنګه ظلم کوي؟ یو ظلم ماته دروغ خایا نه نه ته چرته فرمي یا کوم جن جان مته اخوندا صد سدي اګل شپته وګورم اخوندا صد بازی یو د کوم اګرام شانس اخوندا صاحب افغانستان کې قومونه د پښتنو سره چې پښتنو چې پاکستان کې دی هغه سره هیڅ مشکل نه لري. مونږ دیوران کرخه چې دی هغه پر رسمیت پیژنو. مونږ پاکستان سره کوم مشکل نه لرو. ټول قومونه چې دی یوازې تاسو سره مشکل چې لري افغانان لري. او تا اوس وایي چې زه افغان یم، که تاسو مشکل افغانانو سره وي بیا نو تاسو ولې وایي چې جنرالان دی د پاکستان جنرالان دی مونږ سره مشکل لري؟ که څه شی لري خود تاسو نیاکان چې دی تاسو خرڅ کړی د انګریز باندې که نه؟ کور جغرافیه چې کومه دي، کومه سرحدونه چې دي، دا اوس ډېر جدید دي که نه؟ تاسو په دې خبره پوهیږئ دا مشرم بره ناست دی. ګوره مخکې که ځینې افغانان دا خبره کوي چې ډیورنډ کرخه موږ نه منو، نو دا هغوی هسې لکه دا په ظلم باسته په دې کې څه مخکې لګ نه کېږي. ګوره دوه قومونه اتفاق دی. زه بهسې د پښتون افغانستان پښتون که موږ اتفاق کوو نو موږ لوی پښتونستان جوړولی شو، موږ لوی افغانستان جوړولی شو، یا لوی بل څه ته جوړولی شو. هغه د دوو قومونو اتفاق دی. زه رضا یم ته رضا یې، ما په رضا باندې یو کار کیږي. چې زه نه یم رضا او ته وایې چې دا پاکستان یو منټ ډاکټر صاحب، یو منټ ډاکټر صاحب، زه خبره پوره کړم. چې زه د افغانستان د پښتنو او زمونږ په یو خبره باید اتفاق راشي چې باید موږ دا شی کوو په اتفاق، نو هغه هغه ټایم کې کېدای شي چې دا ډیورنډ کرخه موږ نه منو. خو چې د دو اوس زما دا بالکل هرګز اراده نشته چې زه د لوی افغانستان جوړ کړم، یا د لوی افغانستان یو بل وطن دې جوړ کړم، یا زه د پاکستان نه جدا شم. دا بالکل زه نه منم. تا د پاکستان پښتون یو کس په 100% کې 98% به دا نه وایي چې هغه لوی افغانستان یا د خپل وطن مات کړي. آینده کې که بیا داسې څه زمونږ حکومت یا څه داسې ظلمونه کېږي نو د دې دپاره بغاوت هم کېدو څنګه چې بنګله دېش کړو. یو نمو آدم یاست کې 4 سال پیش علی افغانستان صحبت میکرد، بر علاوه که صحبت میکرد افغانا را تنوار میگفت که سنجاق جور کرده نمیتونین، سوزن ساخته نمیتونین، یک مردم بیعقل و کودنی هستین، بجز خودکفانی کار دیگه از دستتون ساخته نیست. ولی امشب ای به یک بارگی فکر کنم تحت تبلیغات تی تی پی رفته، حال افغان هم شده، حتی از پاکستان میخواهد جدا شوه، لوی افغانستان جور بکنه. آقای محمود، ماها هیچگاه نمیگذاریم افغانستان به لوی پشتونستان تبدیل شوه. تمام حکومت های استبدادی افغان را در زمین کوبیدیم و هنوز هم به این روال ادامه میتیم. هیچگاه اجازه نمیتیم که آرمان افغانوالی دو طرف تحقق پیدا بکنه. آقای نوابزاده، خودت پشتور خوب بلد هستی، پاسخ ازی را بگو، بعد از آقای دستگیر مشنویم. امی پرسش مرا به این آدم برسان، بعد دیدگاه ای بتا با دستگیر گفتی، باز شما با امی شکل پیش میریم. سلام و عرض ادب دارم به دوستایی که در پلتفرم هستک و کسایی که دیدن دستک. پاسپورت محمود صاحب، سم عدد تاسو نوم الکوزه محمود صاحب، تاسو هم همچنان خراغلاست وایو. فکر کوم چې تاسو په فارسی صحیح پویږی نه، نو ځکه فروتن صاحب ماته وویل چې دغه دوی سوال تاسو ته ترجمه کوم. دوی وویل چې مونږ هیڅ وخت نه غواړو. آقای نخبو اشتباه گفتید. یعنی او الکوزای نیست، یک دقیقه، الکوزای نیست، نامش درست بخوان، سعی کن نامش درست بخوان. آخونزاده است، آخونزاده است، الکوزای نیست.
آخونزاده محمودی است. انشالله که سوادم نداری بیچاره. اجازه بده فکر میکنم که چند وقت پیش ای به نام الکوزی بود، امروز نامش تغییر کردم، مش چهرهش که دقیق شدم شناختمش. علا کلی حال حالا خود در زیر کلان نوشته است، چیزی که در زیر نام نوشته است او را برو برد گرام امو خان دیگه تلاش که با صحبت کرده داشتم. وطن ما و شما یک وقت لطو کوبش کرده بودن، ویدو هم گرفته بودن از پیشش. شمس اکرم یک دو دقیقه آرام بیشین، امو لباس هم به من تا فعلا نرسیده، باز لباس تام روان کو که سر از لباس ما یک انتقالی کنم. ما برات گفتم رای میکنم، رای میکنم، رای میکنم، امور برات رای میکنم، امور برات رای میکنم، مادر خانه ما رای میکنم، تو را یعنی علاقه دی گریختی مادرت ما میجا لباس شبر رای میکنم. باز پایان مندازم خوب نمیشم. خلاخو یک ببین گپ برد ما گفتم ما منکر نیستم رای میکنم. سوال من ازی بپرسه، ما گپ شروع کردیم تو نا ناق منگس میشی بانی ما را گپ بزنیم. نه افزاده سیم امرو ازو گپ نزنم، سوال تا درست کنم گپ دیگه نگفتیم، سوال یاد میگی. آخونزاده صاحب، آخونزاده صاحب تاستا بیا هم خراغلاس تویو ببخشنه چه بعض خلق دی ادب دی مجلس نپیگی نوزه که مداخله کهی. علا کلی حال آخونزاده صاحب دی فرونتا سیم سوال پدی که داو چه مونگ هیچ وقت نگوارو چه لوی افغانستان جور کو زکن نگوارو چه امکانات پکه نشتا و نگواری مخصوصا فارسیوانان نگواری او کم کسان چه غوار لوی افغانستان جور کی نو پتر اکم جوروی آیا دی فقط دی پختونستان پا بارا که سوچ کیوی نور اقوام خو پا دا غزی کستا باید پا دی که نور اقوام هم باید شریک سی نو هیچ وقت هیچ سوک نگواری چه لوی افغانستان جور سی که جورم کی نسی کوای زکه دو طرفه داس یو پالوسی، داس یو اساس، داس یو بنیاد نلری دوی چې په دې باندې اماهنګ سي او کار دی وکي. نو په دې معنا دغه پښتانه زمونږ چې په افغانستان کې دي، دغه افغانان زمونږ په افغانستان کې دي، دوی هغه دشمنی ځان سره اخیستی د نورو اقوامو چې دوی هیڅ نه خپل دوی خپل ځان نسی ساتی. څنګه کوی سی چې نور پاکستان سره یا د پښتون د پاکستان پښتونخوا سره یو ځای سی او پښتونخوا پاکستانیان همچنان نه غواړي چې دوی سره یو ځای شي ځکه هغوی هر چی رسیدلی یعنی په دې معنی چې دوه رونه یو ورور چې دې خواته ده یو ورور واخواته ده یو ورور نه غواړي چې تعلیم و تربیه وکړي د تعلیم و تربیه و هر شی مخالفت کوي یعنی د ماشومتوب نه شروع تر آخره پورې او دې خواته چې پاکستان پښتونخوا ده دوی مکمل د علم و فرهنګ و انانات هر چی رسیدلی نو دوی هیڅ وخت نه غواړي چې دوی یو ځای شي او یو ځیل کېدلی نسی یعنی په دې معنا چې اور و اوبه یو ځای نه کیږي دا یو اور ده و هغه اوبه ده مننه که بیا هم کوم سوال لري فروتن صاحب بازم کدام سوال داری من سلامت بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مصوب کار میروم میخواییم دو دقیقه گپ بزنم. امی پشتونی پاکستانی صحبت کنم بعد از شما میگم. نه نه اول اینمی را برات میگم، اینمی کسی را که به نام نبوغ شاندین تا نبوغ یو کثیف انسان یا لرو بر یک کشور داشته باشه آیا این امکان داره؟ در حالی که ازبک ها، هزاره ها و تاجک های افغانستان هیچگاه اجازه نمیتن که کشورشان بلوی پشتونستان تبدیل شوه. بگو شما به می باور کاذب را چگونه در فکرتان ایجاد شد؟ محمود صاحب دیفروتن صاحب سوال داده چه تقریبا تاسو 15 کال دی افغانیت او آغا کم افغانیان چه دی خواته و سیگی تاسو دی دوی پیسه مقابل که مبارزان وکه او هغه کوم حقایق چې و حقایق تاسو دوستانو ته ورسوه نو اوس څنګه د تاسو نظر تبدیل سو یا چینج شو په دې معنی چې تاسو غواړئ چې لوی افغانستان جوړ کړئ لوی پښتونستان جوړ کړئ په دې معنی چې دلته اقوام لکه هزارګان تاجکان یا نور اقوام دي چې دوی نه غواړي چې پاکستان سره یا نورو اقوام سره دوی یو ځای شي ځکه دوی تباه و برباد ده نو نه غواړي چې نور کسان ځان سره تباه و برباد کړي د تاسو ذهنیت په دې کې څنګه تبدیل سو چې تاسو اوس غواړئ چې لوی پښتونستان جوړ کړئ او په دې باندې ته یو تفاهم وکړئ مهرباني قربان دي شم ما داس دا اوسه پورې مونږ داسې ناره نه ده لکه ولګوره دا ناره چې ده لر او بر یو افغان دا ډاکټر خان په 1983 کې دا کړو چې هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي د هغې نه مخکې لر او بر یو افغان د دې دا معنی نه وه چې لوی افغانستان به حیثیت یو قوم درد
در داغی قوم او ددی زی قوم لکه یو ددی مطلب دا دے ددی ناری کسوک ماته تشریح کولای شي نو را دی شي خو دا د ډاکټر خان ناره دا چې هغه کومه دا ان پی ګون سره دا کوئی تعلق ساتي دا اغوی د ډاکټر نجیب د وختو په هغه ټیم کې چې په افغانستان کې جنگ و نو داغه وخت نه دا ناره را پورته شو دا د دې معنی دا نه و چې لر او بر لوی افغانستان یا لوی پښتونستان به حیثیت یو قوم یو کول ځکه چې دلته د دې ناری مقصد دا و چې هغې طرف ته هم پښتانه مړه کېده او دې طرف ته هم د پښتنو باندې اپریشنونه شو نو ډېر پکې دردلی شو د هغې دپاره چې دی دا نارهوالی شو دا د دې د ناری مطلب دا هېڅ چېرته هرګز دا نه دی چې لر او بر یو افغان مطلب دا دی یا زور پښتون وهي یا نور داسې ګوندونه دي په پښتون د قام پرسته په پاکستان کې د هغې مطلب دا چې څه ورته وایي لوی افغانستان د هغوی په وضاحت هم کړی د این پی سپندیار ولی هم د دې وضاحت کړی زمونږ ایمن ولی چې اوس صدر دی هغې هم وضاحت کړی چې زمونږ د دې او منظور پښتون هم د دې وضاحت کړی چې د دې معنی د دې ناری مطلب دا نه دی چې لر او بر لوی افغانستان یا به مونږ دا ملکونه ماتو په منځ کې څومره څنګه چې یورپ کې ملکونه یو ځای دي که نه داسې بغیر پاسپورت بغیر دغه تلک را تلک دی د هغې مطلب دا دی چې مونږ یو داسې پیزا جوړه کړو چې د یو بل سره کاروبار هم کېږي او یو بل ته تلک را تلک هم کېږي مننه محمودی صاحب فرتاس آقای نوازاده از میشان بپرس که در گذشته وقت شما شعار خلاف اوغانهای افغانستان دادین آیا وقت شما را چند نفر گرفتن زدن و در حتی تلاش کردن که تنبان از ایر پایین پرتن شما با این اشخاص چگونه حس از ایر پیدا کردین که حال میخواین یک هموطن شوین و یک کشور داشته باشین در حالی که اقوامی که در افغانستان است اونا هیچگاه اجازه نمیتن که مرز دیورن شکستانده شوه و یک کشور یا پشتونستان یا لوی افغانستان ایجاد شوه که مردم افغانستان از این ممانعت میکنن فروتن از این پیش از این که مسئولتان از محمودی صاحب پرسان کنم جواب از یا ای بود که ما لروبر که وقتی که صدا میکنیم چندین اشخاص نام گرفت مثلا دکتر صاحب خان نام گرفت این پیشان گرفت و صدرشان که فعلا است از اونها گفت و همچنان از منظور پشتون یاد کردن که اینها هدفشان یا شعارشان این نیست که این دو جغرافیا را با هم یکی کنن شعارشان از نگاه قومیت است که دو قوم یعنی یکی هستن اما به هیچ عنوان برادر امید امی لایف گفت ویدوش است حال شاید ایت احساس کرده که شاید ریکارد چه ویدو ببرای تغییر جهت داده راییست یعنی گفتم اینا محمودی صاحب دو توی سوال داده چه مثلا تاسو مخ که مو ویل چه نه لرو بر یو پختون او مونگا غوری چه لوی پشتونستان جور کو ده تاسو هدف هم داده ای یا سرخم چه مخ که تاسو ویل چه نه داده یو قوم ناره ده دا بیسی زما تاسو مخ که پا دیبانی پویا کردی چه داده یو قوم ده یو که دو لکا چه مونگ یو بل سرا پا همدردهی کی ولاریو ده دی مطلب دا هر کس ننه چی افغانستان او پاکستان مونږ پښتانه دا غواړو چې افغانستان پاکستان مات کو مونږ افغانستان ته جوړ کړو دا د دې بالکل هرگز دا معنی نه ده سمه ده نو په مخ کې تاسو مطلب څومره چې کارنوم تاسو کړی څرقم مبارزین چې تاسو کړی دغه کسان یا دغه افغانان دی افغانستان افغانان یا پښتون دوی حتی په تا باندې حملور هم وسوه نو د تاسو نظر څه ده دوی سره باید څه وسي څه رقم دنیا ته باید مونږ دنیا ته وښیو چې آیا مونږ کوی سو چې یو شو آیا مونږ څه رقم صلح ته رسیږو مهرباني فکر کنم که انترنتشان ضعیف است قطع شد برسود تا وقتی که بیاین یا واضح تر گفتن که ما وقتی که لرو برصدا می کنیم هدف ما این نیست که ما این جغرافیه را می خواهیم بزرگ کنیم یا پشتونستان می در نیمی ویدو گفت حتی از فوج پاکستان انتقاد کرد و برعلاویش گفت که ما پشتونا دو طرف افغان هستیم و یک لوی پشتونستان باور داریم که بسیار زود ایجاد میشه در امی لایب گفت خو شاید هم گپ بیشتر خودتان بعض اشخاص است که میایه شاید بترسن یا شاید کدام گپ دیگه باشه اما من بعد ما تصمیم به می گرفتیم که بت پرستی را کاملا مشکلانیم و ما چیزی که حقیقت است می حقیقت به مردم می خواهیم بیان کنیم ای که اگر بعد دوستا من گپای خود بسته می کنم که محمودی صاحب که فکر می کنم محمودی صاحب بیام تاسو تا غرغلاس کنیم زما سوال خو پوسید سوال سرقم وکه زا پویا نشوم زما نیت زای پو قربان دیشم دوباره دقیقا
مشکل نسته خبر پدې کې چې دا څومره کال تاسو مکه مبارزه وکړه په دغه مبارزه کې دغه افغانان د افغانستان پښتانه ته په تاسو باندې حملور هم وسوه نو تاسو آیا اوس څه ذهنیت لري څه باید وسی دوی سره آیا موږ په دغه اساس وخت کې څه باید وکړو مهرباني زما چې کله د زین افغانستان د پښتنو سره کومه لانجره غلو هغه زموږ شخصي خپل مسله وا هغه درس نه و چې اپ مونږ په لار او بر ان خطو یا په وطن زموږ سره شخصي خپل معاملات په غی باندې مونږ لانجه کړو هغه کې څه د وطنونو یا د لار او بر او دا خبرې نه وي هغه زموږ شخصي خپل سره مسله وا په غی باندې مونږ لانجه شو دا سينه و چې لکه هغه کې مونږ یا د افغانستان په لار او بر ان خطو یا په پاکستان اغه یو شخصي مسله و زمونږ د دوه پښتنو په منځ کې نو باغی باندې زمونږ لنجره غلو دا راضي په پښتنو په منځ کې راضي الله دې خیر محمودي صاحب مونږ تاسو باید څه وکړو دغه افغانان وایي چې لرو بر یو پښتون او اغه پښتون چې په پاکستان کې دی هغه نه غواړي چې دوی سره یو ځای شي یعنی فکری د قومي لحاظ نه اوکي سم ده چې دوی مخکې یو و اوس خو دوی یعنی آباد ده د دوی پوهنتونونه د دوی مکتبونه سرکونه هر شی آباد ده خو دې خواته چې وګورو دغه زمونږ د افغانستان پښتانه دوی خو تباه او برباد دي نه مکتب لري نه پوهنتون لري نه سړک لري نه یو نظام لري نو دوی څنګه کوي چې خپل ځان آبادوي نسی او نخلی په تاسو باندې چې مونږ باید یو لوی پښتونستان یو پاکستان سره مونږ یو ځای سو مهرباني مسله دا ده کنه زه تاسو ته په پښتو باندې زه تاسو د وضاحت در کوم افغانستان کې سلويخ کال جنگ وشو او خاص کر د پښتنو په علاقو باندې ډیر تشدد وشو نو التی ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې تشدد لکه دلته مونږ خیبر پښتونخوا پښتانه لګ نرم یو تاسو ته پته ده چې تاسو په مونږ کې ولې نرمی ده ځکه چې التی جنگ نه شوی دومره جنجال نه شوی نو التی خلک لګ تعلیم کړي پرمختګ کړي د غي د وجنه د پښتنو ذهنونه لګ درم دي افغانستان کې تشدد شوی دی جنگ شوی دی قدار خوانه نو التی خلک سخت دي د غي خلک سخت مزاج دي او ان شاء الله او په بخښنه په ډیر وبخښي چې زما مداخله مې وکړه آیا دغه خلک چې جنگجو د یا همیش د جنگ په طرف په ما رقم تربیه شوی آیا تاسو بیا هم غواړئ چې مثلا دوی سره یو ځای کینه په یو میز کې ځکه دی خواته چې مونږ ګورو مکمل اهل خیرت ورته وایو کنه اهل قلم ده ورسره قلم ده یعنی ټوپک دوی په حساب نه مانی یعنی دوی همیش د انسانیت خبرې کوي او ډیر سره چې تاسو خبرې وکړه دوی دغه خلک ډیر نرم خلک دي اته ما خپل سبق ویلای دا خلک زه پیژنم او دی خاطر چې ګورو دی خاطر یو تک نفرت ده یو بل وجنه ده یو بل په د دین سره د دین په لحاظ د قومیت له لحاظ د ژبه له لحاظ یو بل وجنی نو دوی سره باید مونږ تاسو څه وکړو مهرباني زما چې د بیسیت یو پښتون قوم ته چې زدا زما دا پیغام زما دا ریکوست چې کور زمنګ د افغانستان کومه سیمه پښتانه د کومه د غوی ذهن چې تشدد طرف ته غوښته دي د غوی ذهنونه چې دومره دي چې غوی په لګه خبره باندې هایبر کیږي زر غوسه کیږي یا کنزلی کوي یا وینا کوي نو دا د ماحول خبره ده چې لس کالم د افغانستان کې امن پاتې شو په افغانستان کې نو د دینه د افغانستان پښتانه ډیر په مخ کې تلی شي او دا به زمانه غي چې په افغانستان کې امن راشي نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پښتانه هم نور خشو او افغانستان سره به نور هم اړیکې زمونږ خشو کاروبارونه مونږ چې په کومه سیمه باندې زمونږ بارډری لګېدل دي چې مونږ داسې نوابزاده برای یادم بگو روس و انګلیس تر افغانستان نتونست که افغانستان خاکش استعمار داشته باشن اگر شما یا اوغانا یا پشتونای پاکستان به این فکر هستین که افغانستان را جزی از کشورتان می سازین اینمی یک خیال میانتیی است که سرنوشت شما کمتر از او سرنوشت کسایی که فکر استثمار افغانستان کردن نیست اگر چند اوغان در افغانستان است با جمعی از اونا با جایهایتان در کوپایه های سلیمان بگو موقعیت مجبور هستین بگیرین چرا در وطن هزاره است، ازبک است، تاجک است اونا هیچگاه نمیخواهن که آرمان نیکه و غرنیکی از اینا کلوی پشتونستان است برآورده شود. اینیم این گونه سوال مرا مطرح بکو. سوال داده چه سرخم پا افغانستان که انگریزان، روسان، امریکایان چرا ده طرقه و ما تا بخاره
نو اوس پاکستان یا مخصوصا پختونخوا غواړي چې په افغانستان کې قدرت وکړي، نو دا قدرت آیا امکان لري؟ دا خو هیڅ په هیڅ امکاناتې موږ سوچم کوی نه سو چې دلته افغانستان کې په دغه خاوره کې یعنی تجاوز وسي یا قدرت مخکې ولاړ سي، ځکه دلته نور قومونه دي. که دغه قومونه اقدام وکړي او کار دې وکړي، خو مجبورن چې دا پښتون هم تباه او برباد سي، هغه بل پښتون هم تباه او برباد سي. او د کوم جینه چې دوی راغلی چې څه رقم فروتان صاحب ول د سلیمان غر نه، نو دوی بیرته مالته یعنی مجبوره کیږي چې لاړ دې سي. یعنی په دغه اساس وخت کې یعنی دغه افغانان هغه کوم غیر افغان پښتون قوم چې ورته وایو، یعنی مثلا تاجکان، هزارګان، دغه نور خلک، دوی په هیڅ حساب نه غواړي چې دغه پښتانه سره، یعنی هدف پښتانه د پاکستان پښتون قوم ده، دوی سره جګړې وکړي، جنګ وکړي. او مخصوصا د پښتانه د پاکستان پښتانه باید ذهنیت دوی دیسته کې چې په دغه خاوره کې موږ نسو کوی چې تجاوز وکړو، موږ نسو کوی چې قدرت وکړو. مهرباني. بلکل ګورا، داسې خو زمونږ د پښتنو هم د دې طرف نه سه داسې اراده نشته چې موږ په افغانستان یا په کابل یا په بل ځای باندې خپل حکمرانی وکړو. ګورا، زمونږ خپل ملک دی پاکستان، موږ د هغې سره یو، زمونږ چې کوم طالبات د خیبر پختونخوا حکومت نه تنګ راغلی، زمونږ پوج دومره ظلم کوي، دومره زیاتې راغیسته جرنیلانو کرنیلانو د خپل قوم سره. موږ وایو چې موږ ټول قوم بیسیکلی قوم، زمونږ بارډر یو ځای دی چې موږ یو ځای کې کار وکړو او امن قائم شي، خاص کر د پښتنو په سیمه باندې، که هغه په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي. دا زمونږ وزیرستان هم د دې مسلې شکار دی، داسې د افغانستان سره لګېدلې دغه بارډر ټول قبایل چې دي، دا ټول موږ وایو چې وس یو نظام راغلی دی، امن راشي او موږ کاروبار وکړو، ځکه چې د پښتنو سیمې ډېرې تباه شي او ډېر جنګونه مو وکته. موږ نور جنگ نه غواړو، که د ډیورنټ لاین په سر دی او یا د امریکې سره دی یا د بل چا سره دی یا د بل چا سره دی، موږ نور د جنګونو په حمایت کې نه یو، نه جنګونه غواړو، ځکه چې موږ نن جنګ غواړو سل کاله نور هم وروسته ځو. نو پښتنو له زموږ د افغانستان پښتنو له دا په کار ده چې دوی کم سې کم وس امن وساتي، هغه که د خپل قومونه سره دي او که په بارډر کې د پاکستان سره دي یا نه نورو سرحدونه دي، دا ایران شو تاجکستان شو. بعد از میاخل چی میکنیم بگو، وقت احساس میکنی که پشتونی افغانستان با پشتونی پاکستان یک ملت یک مردم است، در مقابل چشمه هایتان زنای پشتون توسط پنجابی ها شلاق میخورن و از پاکستان دیپورت میشن، به صفت یک پشتون یک اوغان با هم زبانتان چی کار انجام داده تانستین؟ چرا نمیتونین در برابر پنجاب بیستین؟ آیا واقعا پشتونی پاکستان مردم های بیغیرتی هن؟ سوالتان هدف چیست که از یعنی زنهای یا ناموس پختونخوا را طرف پنجاب؟ نه، پشتونای افغانستان را در پاکستان پنجابی ها بر علاوه که زنای از اینا را شلاق زده دیپورت میکنن، مرده های از اینا را شکنجه میکنن، نواره های وجود داره. همینا که میگن پشتونی افغانستان با ما یک مردم یک ملت هستن، حالا که دو تقسیم شدیم ولی یک قوم هستیم، پس وقتی که سکوت میکنن بیغیرت نیستن؟ دی فروتن سر سوال داده چې په دغه حالت کې چې پنجابیان دغه هغه افغانان دی افغانستان افغانان چې پښتونخوا کې اوسیږي، امون پښتون بگو که بفهمه، پښتونای افغانستان را که ما اوغان میگیم، ما مورا میفهم، به خاطر از اینکه اینها افغان ها را هدف پښتون ها، یه طرف افغان یاد میشه، پښتون یاد میشه، پختون بو طرف یاد میشه، یعنی یا فرق دارن. اگر بعضی کسی نه پیشتر گفت که پشتونای افغانستان، اینا گفت که شما با وقتی با پشتونی افغانستان یانت میکنین، اوغان یعنی پشتون، براش بگو که همین پشتونی که تو هم زبانت فکر میکنی، یک ملت یک مردم خود را میگیرین، در پاکستان ناموسش توسط پنجابی ها به عزت میشن، شلاق میخورن، اخراج میشن، وقتی سکوت میکنین آیا شما قومی بی غیرتی نیستین؟ در حالی که یک ملت خود را احساس میکنه. محمودی صاحب، دفروتن صاحب سوال داده چه په دغه حالت کې چې پنجابیان د افغان مهاجر یا پختون قوم د پیښور نه باسي،
نور جایو ته نور جایو ته لیګ او مخصوصا د دغه د افغانانو ناموس باندې دوی تجاوز کوي او پنجاب خواته وړي. آیا د تاسو نظر چې تاسو هم وایي چې مثلا یعنی پښتون قوم یعنی لرو بر یو پښتون، آیا دا یو بی غیرتی نه ده، یو داسې یو بیناموسی خبر نه ده چې تاسو هم ځان پټ ساتئ یو آرام ساتئ او پنجاب ته تاسو په حساب هیڅ ونه وایئ، چې یو خپل په حساب مبارزه نه کوئ؟ محمودی صاحب مهربانی. آقای میاخیل، به ایشان یا نتشان ضعیف است یا کدام مشکلی دارن؟ برنامه شبمان در رابطه با سود و زیان واژه است. زستا بسو استاس په خبرو باندې ډیر زما غږ درځي تاسو ته؟ بله و مشنم. آقای محمودی بفرمایید، پاسخ بدین. ګوره، دا په پاکستان کې د افغانستان خلکو ته نه دومره چا دومره تکلیف رسولې، د پنجاب کې نه په نور ځګونو کې، او دا په هر ملک لږ سنسا واقعیات راځي. دا داسې خبره نه ده چې دا قصدن یا د افغانانو سره کیږي یا د پښتنو سره، او نه دومره بېغیرته مونږ یو چې مونږ به خپل خلک، دا خو افغانان دي، زمونږ ورونه دي، پښتانه دي، مسلمانان دي، که بل قوم تام څوک نقصان رسوي په پاکستان کې بحیثیت یو پښتون، زه د هغې مخې ته ودرېږم، د حکومت مخې ته، او مونږ ولاړم یو په دې کې. د بېغیرتۍ څه خبره نشته، قربان دي شم. مننه محمودی صاحب. میاخیل صاحب دلته دائم خپل خبرې به وکړي. د دوی همه شعار او د افغانانو د پښتون دی خوا د پښتون قوم ده، همه شعار دا ده چې لر و بر یو پښتون. د دوی مطلب دا ده چې مونږ غواړو لوی پښتونستان جوړ کړو، یا دغه خاوره د مونږ ده، مونږ په دغه خاوره، مونږ دغه خاوره نیسو. نو د تاسو پیام ای بر چیز ما باز خراب شده و مردم. ګوره، د دې زه په دې خبره باندې تاسو پوه کوم چې د افغانستان اوس هم 500,000 پښتانه د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې ژوند کوي. دا الله شکر دی چې نه دومره تکلیفات رسېدل دي او نه ستشتي. دغه یو څو کله نا کله چې مسلې راشي په بارډرو، دا د هر ملک راځي، د ټول نه زیات پښتانه چې دي په د افغانستان غه په پاکستان کې ژوند کوي، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، په نورو سیمو کې، پنجاب کې، کراچۍ کې، په بلوچستان کې. نو هغوی ته څه دومره مشکلات نه دي راغلي چې په هغې باندې مونږ یا سر ټیټ کړی دی او یا مونږ په هغې باندې بېغیرته یاد شو. خو یو جابر حکومت دی، یو په زور راغلی حکومت دی چې د غیزي جرنیلانو یا یو څو ظالمانو راوستی دی. نو هغوی زموږ د پښتنو سره څه چې د عمران خان سره هم دا ظلم روان دی، د ډېر خلکو سره روان دی، د هغې په مبارزه کې، په حق کې مونږ په میدان کې، او زموږ دنیا خلک پښتانه په جیلونو کې دي. آقای نوابزاده، اینا نظرشان تغییر خورده، لطفا بگذاریم آقای میاخیل. سود و زیان واژه افغان برای مردم افغانستان چی بوده و چی است؟ میشه وضاحت بتین؟ بفرمایید. سلام علیکم. اول خود ټولو ته سلامونه ورسیږي. صدای ما میاد نه؟ بله بله، صدای تانو داریم. علیکم سلام، بفرمایید. بدل سلامه، زه لطفا که دا خبره بیا تکرار کی، پوی نسو مستا پا سوال بانی سستا سو برنامه ننزد چیه. سود و زیان واژه افغان برای اقوام ساکن سرزمین افغانستان چی بوده و چی است؟ کوتاه وضاحت بتین. اگر واژه افغان خوب است از چی نگاه؟ شما میتونین نظرتون مطرح بسازین. بزرگوار، خا بدبختانه باید وایم چې انګریزان هو چې کله په افغانستان باندې حمله وکړه هلته لاړل، او خوشبختانه باید ووایم چې هغه هلته کامیاب نه شول، او د پښتون په سر باندې ولویه سودا دا وه چې ډیورن لمنځته راغی. زه مایکتون بسته شده، بفرمایید و دوباره باز کنین. دوستای عزیز، مایک یک نفره میخوایم. آقای محمود مایکشان باز بود، خواستم بسته کنم، مایک شخص دیگه باز بسته میشه. یک نفره که ما میخوایم پایین پرتم و جای از او پایین بغلطه، یک دوست دیگه ما پایین میفته. عدی اقل با لایک کردنتان یک گلک و قلبک نگذارین که همین لایف ما خراب شوه. آقای میاخیل بفرمایید.
بدبختانه سی ډیورنډ کرښه منځته راغله، په دغه کې کوز پښتانه او بر پښتانه دا ټول دی افغانان، که څوک ترې انکار کوي هغه یوه جدا مسله ده. ولې نن چې په کوز پښتونخوا کې کوم پښتانه پراته دي، لکه دغه پښتون ورور چې ویلي چې موږ د پاکستان کې اوس اوسېږو، نو پاکستان یو مصنوعي ملک دی، پاکستان هېڅکله حقیقت نه لري. دا خبره موږ داسې نه کوو چې ځان نه بابې ځان کوو، دا یو رښتینی حقیقت دا چې اټک نه کته خاوره د انډیا وا او راپورته خاوره د افغانستان وا. که نه لکه اسرائیلو، اسرائیل چې کوم څوک بوډاګیان امریکا جوړ کړي دي او په فلسطین کې کوم ظلمونه کوي، دغسې ظلمونه پښتون باندې، پښتون یو داسې بادره کم و چې ډېر لشکرونو ته ښکر ور مات کړل، چې ښه مثال یې همدا اوس امریکا ده چې 6 کاله په افغانستان کې جنگ هم وکړ، خو باید وویل سي چې خوشبختانه چې خدای ورک کړل او خدای تباه او برباد او ذلیل کړل او قرباني یوازې پښتون. راست و حقیقت یک چیز است، مبالغه چیز دیگه. دو تا تیاره بی پیلوت معلوم نیست که مربوط کدام کشور است، در فضای قندهار و خوست و پکتیا چرخید. ملای ایبت الله با گند اوغانی حالا یک بار دیگه محل اقامتش تغییر پیدا کرد. برادر در 20 سال تو همتباری تو با چادر زن، با تنبان زن، با پیراهن زن عادت داده بودین خدا. حال تو میگی که ما امریکا را شکست دادیم و فلان شدیم، یعنی حرف اشتباه و غلط را هیچ قابل قبول بر مردم نیست. امیر برادر میشه مبالغه نکنین. دا مدرسه مبالغه تی مبالغه بولی، نو ولی دغه 6 کاله په افغانستان کې سی کم په زرګونو بې پیلوټه تیارې ګرځېدن، خو به دوه راغلي دا منم در سره، خو په زرګونو بې پیلوټه تیارې هم وې، جنگي هلیکاپټرې هم وې، پوجونه هم و، سمندري ځواکونه تان تر هر سی کم امکانات کومه ټیکنالوژي و ټوله په افغانستان کې وا. ولی ونه کولای سو سی دوی دغه واک دغه اختیار وساتل کی، غیر له دینه چې موږ ستور په غنی ولګو یا په بل ولګو، دغه امریکایان ولې ونه توانیدل چې دوی هلته، خو دوی هلته پوه شول چې موږ ګټې په خطر کې دي، زموږ ګټې په تاوان کې دي، نه سو کولای چې موږ تر هغه خپل هدف ترلاسه کړو. دوی خوشبختانه هغه خپل هدف. خالد صاحب که تاسو یاست لاندې تاسو لطفا راسي بر راسي پلیز. خالد صاحب بر راسي. با اجازه خالص صاحب، ډیر ډیر زیات تاسو ته ښه راغلاست وایو. وعلیکم السلام. مننه. کامرا بزن خالص. وعلیکم خالص صاحب. خالد کامرا نمیزنه فکر کنم، مشکل نیست با نشان. محمودی صاحب تاسو د دوی خبره خو واورید، بیا دوی تایید پم دغه کوي چې لرو بر یو افغان که څوک ومني یا څوک ونه مني دوی زموږ خاوره ده. یو دقیقه مایک دې بند کړئ. امان الله وروره خیر ده، لکس دغه وکي او سلام وکي وروره. امان الله خبر په دې کې ده چې دوی وایي چې پوی شوم زړه دې په خبره پوی شوم. یو خدا ورور ته غریب ته لک تاریخ هم نه دی معلوم، او داسې خلک چې تاسو راجک کوي نو دا غینه بیا نور هم نه پرد جوړیږي. ګوره ډیورنډ کرښه د پاکستان نه ډیره مخ کې راښکو دی شو، د پاکستان په وجود کې نه و. پاکستان هغه وخت کې په وجود کې نه و چې 1894 کې دا راښکو دی شو، دا چې په هغه وخت کې پاکستان وجود هم نه لرو. نو دا خو خبره ده چې د دې دا خبره ده، دا خو ورسره د بشرانو دا معاهده کړله، هغه وخت کې دا خاوره چا ته وسپارل شوه. آقای امنو بیا خیلی بگذارین صحبت کنه، دمایی که یک شخص ندارین. تر دا ډیورنډ کرښه کله راښکوده شو، تاسو ته تاریخ پته شته؟ دا ته وسپارل شوه، دا بالکل 100 کاله 110 کاله پخوا خبره ده چې ډیورنډ څه وخت راښکل شوی دی. پاکستان 50 کاله کې جوړ شو، خو چا ته وسپارل شوله؟ امان الله خان تم زحمت مه کوه، ورور ته انګای تاسو انګریزان غلامان نو سیمون ورته وسپارلې. امان غلامان خو مونږ نه وغوستاسو، بیا مشر غلامانو یتا ورته وسپارله.
آقای فروتن آدم های منطقی را بالا کن اینطوری دیگه خود جنجال وقت است آمونی آخر لطفا دمایی که شخص را مجبور شما مجبور آخر مجبور پایی بیرو بایدیشم زکو زیگم لطفا زکو زیگم زکو زیگم یو رو را یو خبر را یو خبر را زکو زیگم آجزی تا جگیگا قربان دیشم چی ستاسر سب علمی باسی و ستاسر بحث زسنگ وکما چې تا ته بحث نه دی معلوم تاریخ را ته نه دی معلوم او ته راځې راځې بر دا قله که د ځان نه دغه کې ګوره اول خدا چل دی چې یو لایو ته جګېږې که نه قربان نه شم لږ علم ساتئ تاسو کې دغه مصیبت دی نه رسه د علم وي نه رسه مخکې نه وروسته او ډاریک راځی او نیوکې کوئ نیوکې کوئ نو تاسې نه چلېږي آقای نوابزاده آقای نوابزاده برای محمود بگو سوال می احساس از ایره نه تو افغان که در افغانستان است یک جا شوین اینا اینقدر مردم جاهل از خود را هم تباه می سازه شما را هم برباد و بیچاره می کنه میاخیل صاحب میاخیل صاحب بس دا یک دقیقه بس که خدا را پاره ما این دقیقه میاخیل صاحب میاخیل صاحب با این میرم وانکا میاخیل دمره گوره محمودی صاحب محمودی صاحب محترم دغه په افغانستان کې چې ډیر پښتانه وسوسی کې چې زه هم یو افغان یم زه هم یو پښتون یم خو دغه رقم پښتانه نه دغه افغانان نه توبه باسم چې بد می کړی چې خدای دې وکړي چې کزه یو امریکایی یو دای و ما نن افتخار میکوه خو په دغه رقم چې دا خلک جیګی کې د تا خبره نه علمیت لري نه احساس لري نه وطن دوستی لري نه خاوره ورته معلومه ده تاسو بیا تاسو ته وایي چې تاسو غلامان یاست تا ښه ځواب ورته ورکړه د تا پلار خو په دغه پنجابیانو باندې دغه په زموږ پښتون قوم خرڅ کړ نو اوس راځي دغه پاکستانیانو ته غلامان وای غلام خو د تا پلار تیر سوای وو د تاسو نیکم تیر سوای وو نو آیا د فروتان صاحب سوال دا ده چې آیا یعنی تاسو بیا هم دا فکر دا سوچ کوئ چې دوی سره یو ځای شئ دغه رقم خلکو سره مهرباني دا خالد صاحب بدی باندې هم دا غور کې ظاهري خبره دا کومه زه تاسو ته ما چې کم افغانان دي دا کم ذهنیت چې جوړ شوی دی دا چې تاسو ورونه تاسو هم کیله کوئ مونږ به هم کیله کوو داسې خلک په جنګ کې پاتې شي نو هغه خامخا هلته داسې ذهن جوړ شي تشدد والا نو بیا سړي ګیله راځي ستا هم راځي زما هم راځي خو کازم چې له دا ملک په مخ کې پرمختګ وکړو نو ان شاء الله دا ذهنیت ته امن سره پخپل ختمي دا کومه خبره چې نن دی نو دا خو اولنۍ خبره خو دا ده چې د ډاکټر نجیب یا د اشرف غنی دا وست د تیر نظام کدا خو وینا مونږ را واخلو نو خو هم د خبرې حمایت نه کړي او نه دا د خړې جله را وبرلو افغانستان او د ډاکټر نجیب هم دا وینا وا چې کله دوه قومونه په اتفاق شینو الی یو ملک جوړیږي دلته زمونږه لا په دې اتفاق نه راغلی چې لوی افغانستان کنه نو دیو دی خپل مشران هم ندی اوریدل او دغل دی دا فیسبوک مبارزین چې وای ځانته دغه اوریدل دی جو ذهنیت ولا د ګډ وډ جوړ کړل کدیو چرته د خپل مشرانو بیان نه راوغسته او دی وخت نو دیو په دې خبره پوه شي چې یاره په دې کې زمونږ تاوان نه کټه ده په دې کې د پښتون قوم تاوان دی کچرتا ډیورنت لاین یا زویم چې زه نه منم یا د افغانستان پښتانه وي چې زه نه منم نو دا یو جنگ طرف ته ځي او په دې کې صرف او صرف تاوان د پښتون قوم دی سپاس آخونزاده سی بزرگوار دگر ورس با شما مشنویم سود و زیان واژه افغان برای مردم افغانستان چی بوده؟ کوتاه وضاحت بتین بزرگوار جناب دکتر سی فروتن در اینجه چون که همین دو برادر پشتون است ما میخواییم یک چند جمله به زبان پشتو بگویم خوب است خوب است بفرمایید مخاطبا هم زیادتر پایین لای پشتون ها هستند امی به زبان پشتو شاید بر از اینا بهتر معلوم شد خوب است من میفهمم صحبت کرده متاسفانه نمیتونم بفرمایید دگر وال سر بزرگوار آخوندزاده صاحب تا دی سلامی جناب نوابزاده تا صاحب تا خالد صاحب تا و امان لا خان ازاره خراغلاس پرته بایو که پختو کې زما خبرو کې مشکل راغی ما ته مخکې تر مخکې بخنه غواړم خو پختو زه د دې دپاره خبرې کوم چې لایف کې تاسو مثلا دلته هستئ او لاندې هم ډېری کوم دغه چې دي دغه پښتانه دي خو اصل موضوع هم د پښتون د لانجو په سر دي
د ډاکټر صاحب پښتنه وکړو چې د افغان کلمې د رامنځته کېدو د وخته چې د افغانستان کې راغلی دي د دې نفع او تاوان څه شی وه چې څه وخت راغله. اوس مونږ که چېرته علمي څېړنه وکړو په تاریخ کې څه وخت نه چې د افغان کلمه رامنځته شوي دي او افغان په حکومت کې راغلی دي او دا خاوره د افغانستان په نامه باندې نومول شوي دي، مونږ چې ګورو ټول جنګونه دي، ټول ډالماران دي، ټول مثلا منډې دي اخواته هغه ځای تالاکه دا هندوستان داسې تالاکه چورکه دا لاندې پښتانه مثلا په عذاب کې څوک ته بر ورشه مثلا د خلکو مځکې غصب که ایران خواته حملې وکړه په بلوچانو باندې حملې وکړه خلکو نه مځکې واخله خلکو کاروانونه ووهه په خلکو باندې مثلا دغه وکړه او بیا د څه کم درې سوه کاله چې کېږي چې مونږ ورسره یو دا چې مځکې خرڅ کړي دي انګریزانو ته د پېښور او د پښتونستان مځکې او قومونه دلته راز محمد نوم یو کس دی رز محمد شیرزاد هغه راکوشي راوخیږي نو ښه بحث به وشي سمه ده د افغانستان سره تعلق ساتي مبارز دی راز محمد شیرزاد راز محمد شیرزاد راز محمد شیرزاد نو دلته دا جنگونه ده او چې څوک راز محمد شیرزاد کمرې ته بزن چې څوک حقیقت وایي هغې ته بس دا خلک وایي چې مونږ دغه نه منو و کنځلې دي و مثلا دغه دي تاریخ څوک نه لولي تاریخ څوک نه لولي حقایق نه څوک خبر نه دي د دې ته د حل لاره نه ګوري چې دغه مشکلاتو ته دا وینې تویونې ته دا جنګونو ته دا اختلافو ته دا تعصب ته مثلا د دې ته یو حل لاره خو باید پیدا شي تر کله پورې وس مونږه د عرض جنګونه د چا خوښي د کم قوم خوښي زه وایم کنه خو مونږه خو خوښ نه یو مونږه تینه په تنګ یو جنګ د هیڅ جنګ کې پیدا نشته قربان دي شم نه د پښتون خوښ دی اخونزاده صاحب خوښ دی نه د بل مسلمان خوښ ما خبرو باندې لک خواهش کوم هیله کوم خبرو ته غوږ ونیسه په خپل نوبت کې بیا د تا خبرو ته مونږ غوږ ونیوله او ته هم بیا خبرې وکړه. نو ټول سراسر جنګونه دي، ټول حملې دي، په یو باندې حمله په بل باندې حمله او یو حل لار هم نشته دی. اوس وګوره 2024 کال دی، نور ملکونه ترقی کوي، مونږ لا بیرته لاندې ځو. دا څلورم پنځم فوج دی چې زمونږ جوړیږي او فوج دی همدغه د زمونږ خپل د دې پښتنو د لاسه مثلا دا ماتیږي، دا فوج بیا مثلا تالا کیږي، د دې ټانګونو کباړ ته خرڅیږي، د دې تیارې مثلا قاچاق کیږي پاکستان ته او بیا هم ورته وایي چې ولا مونږ خو پښتانه یو 15000 کاله تاریخ لرو. وروره، ته 15000 کاله تاریخ لرې که 20000 کاله تاریخ لرې، ته ماته یو پانتون خو جوړ کړه، ته ماته یو د برق یو بند خو جوړ کړه، ته ماته یو فابریکه خو جوړ کړه. دا ته ولې تښتېدلې لاړې په خارج کې ژوند کې؟ وایي زه والا کار ته تللی یم. ختنو د افغانستان کې حکومت 300 کاله د چا وه؟ د هزارګانو وه که د تاجکو وه که د ازبکانو وه. خو ته پښتون یې، 300 کاله د تا د پلار و د تا د نیکه و د غور نیکه وه پښتون وه، او دا 300 کالو کې تا دومره یو د کار زمینه د خلکو ته برابر نه کړه چې اوس د تا په شمول ټول خلک تښتي. څوک ایران کې اخته دي په کارو باندې، څوک په پاکستان کې دي، او څوک مثلا خارج ته تللي دي اروپایي ملکونو ته. دا خو دا یو وار داسې وکړو، مونږ تاسو ټول خو د همدې یو خطې خلک یو، په خبره پوهېږي. داسې وکړو، دا ګریوان ته لاندې وګورو، دا ګریوان کې څه شی دي؟ دا خلک ولې جناب
عرض است باش که اصل مطلب بانده در خلق ولی تم را دیدی دقیقی نه پتنگ دی دیدی وطن نه ولی پتخت دی دیدی افغان دی کلمه نه در نور خلق ولی پازاب شوی دی در دسته دی پاره سو که چه دلت تاریخ پراته دی دیده دانشمندان دی دیده شعرها دی دیده علما دی تاریخ ورتگوا دی چه در دیزی خلق دی دی وای چه تاسو مهاجریه خانو تاسو رزسنگ جوان وکم و سوگو رب پده امریکا که چه مثلا یو سوگ سلور کال حکومت که ای رئیس جمهور کیگی سلور کال پس ده انتخابات کیگی اگه سڑه اگه پسی اخلی وای چه تا خوالا سی کار ونه که منگه تا تا رای ندر که تا دریس و کال منگه تا تا رای ورکه دیری خبری وکنه که منگتا نوبت را که خبری که نه دریس و کالو که تا کار ونه که وز با چا تا بجاره جناب آقای محمدی از آقای خالد مشنویم بعد از آقای امانی ازاره و بعد از راز محمد شیرزاد و بعد از آقای آخونزاده دوستا پنج دقیقه آقای خالد بفرمایید بزرگوار دیره دیره مننه اول قطول و ملگرو تا یوزل بیا سلامونه زمانم خالد اورکزی دی او ز د پاکستان د تیرا د سیمه د اورکزی ایجنسی د خیبر پختونخوا یم د ملما چې کمی خبر یو کې بالکل حقیقت یو کا چې په افغانستان کې پختون ناکامیاب شو هغه د رستو 200 کالو نه حکومتونه کوي او د افغانستان تباهی او بربادی هم د افغانان روړه ده زما په خیال چې اوس دا اختیار دا د افغانستان د افغان نواغشتل شي او دا ورکی تاجکله ازبکله هزارله باید چې هغې د افغانستان اوس اوچلی دی تش او تش نه بربادي تاسو ته روړې ده بلکې زمونږ سیمې ته هم دی دا تباهي او بربادي روړې ده د دې مینټلیټي داسې ده چې پرون دی د اشرف غني سپورټ کولو اوس طالب راغو اوس د طالب سپورټ کوي او د طالب سپورټ کوي اوس د وحشت سپورټ کوي دی نن په افغانستان کې د افغانستان ماشومانې مکتب ته نشي تللی سکول ته نشي تللی په هغې تعلیم بند کو جمهوریت ختم کو نظام ختم کو د افغانستان ټول اساسونه دی ختم کړه او دغه شانتي دی په پاکستان کې د پاکستان پښتنو خلاف هم د ټي ټي پي سپورټ کوي دا ټول افغانان چې دي د اشرف غني چې کوم سپورټرانو زاړه دا ټول ٹی ٹی پی سپورٹ کوي آقای خالد موضوع برنامه سود و زیان واژه افغان بر ملت و مردم افغانستان چی بوده و چی است امیر میشه کمی وضاحت بتین این آدم همین گپ از رئیس آقای فرودتاجی نگاه کنیم بریزی برادر یک دقیقه خو جناب گلخانا زیور ترجمه کم نه نه که او دکتر صاحب خوب ترجمه نمیکنه به خاطر اینکه من پریشان چون در پشتو خوب ترجمه کنیم پریشان آقا جناب گلخانا آقا وای چې د افغانیت کلمه دې تاسو لپاره تونه شرم ده یادداشت دا دا وطن دا چې دي کنه دا افغانان د افغانستان دا وطن فروشان دي دی دا وطن خرڅ کړم دي د افغانستان دی دغه افغانستان چې ټوکړي ټوکړي کړم دی دی نمک حرامم دی بیا په پاکستان تراغه مونږ په پاکستان کې وته زی ورکو بیا په پاکستان کې وساتل دی هم هغه په کم دغه کې چې دی راغټ شوی او چې په کم کې مونږ وته سپورټ به مغې ته لته ورکا نو دا نمک حرامم دی دا وطن فروشانم دی دا افغانان د افغانستان یادوم او دی ټول عمر د افغانستان تباه او برباد کو دی په دې باندې همیش د پاره حکومت کړی دی دی د افغانستان دا نوم بدنامونو کې د دغه افغانانو کار دی زه دا ویم چې اوس د دینه د اختیار واخلی شي او دا دری زبانانو له ورکړی شي دا فارسیوانانو له ورکړی شي تاسو ولې په دې ملک باندې حکومت نشئ کولی تعلیم یافته تی علم تا سره دی ستا ښځې چیرې سبق وایي جمهوریت پسند تی ته ولې نشئ کولی دا خو بې سواده دی دی خو چې چا که دوه تورې ټکي ویلي دي هغه هم په پاکستان کې ویلي دي دی نه ووټ اچوي دی نه جمهوریت پسند دی وحشان دی باید چې دی نه دا اختیار واخلی شي او که څوک
احتیاط کو په خدای چې جرمنی ته در پزرزم په خو کې دی پړی اختار در کوم برشان په کو فروتان کو ته په توحید نه کو وطن پروش نه برش په کو توحید نه کو آقای رحمان شیرزاد اگر وطن پروش جواب نه برشان په کو توحید نه کو شما گفته بودین پیش گفته بودین زه کو فروتان داتو شما گفته بودین کی توحید ممنوع است صحیح است وقتی کی ممنوع است خو پس ممنوع است دیگه بس چرا توحید میکنه ما میفهم که شما باز از توحید کردن اینا برای ما لذت میبرین ولی باز اگه ما شروع کنیم خب باز میگه یعنی توهین میکنه خب چه بودی که توهین نه از امان ازرا تو خب میفهمید خود تو میفهمید توهین کنه توهین کار خوب نیست توهین نکنید توهین کنه تون مطرح بکنین یک دفعه دیگه براتون وقت میتم حرفایتون رو جمع بندی بکنین بعد از امان ازرا تبار و بعد از شیرزاد میشنویم دوستای عزیز زخم زبان کاری درست نیست ولی حقایق را بدون سانسور مطرح بکنین هیچ اشکال نداره میشه واضح بیاین حرف بزنین بفرمایین آقای خالد یک دقیقه خالد دا تاسو وګورئ کنه د دې رویوم دغه شانته ده دا د افغانستان افغانان چې دي د افغانان خالد صاحب نه نه زه یو خبره زما تور زه خبره کوم ز ګوره شیرزاد ته راغله ډایرکت ګوره توهین شروع کو کنه دا خوندې سی غونه کیږي کوس قربان دي ولی کی خان او دا خبره کوم زما خبره دی ووري اوس ما خو ته نه دی ویلی خود ته خپل قوم ته توهین کی ولی کی یعنی تا به ورته ویلی و چې توهین مکوا دا څه قوم اشتباه او ګل خان ولی ورته وای ګل خان ونه وای دا توهین دا کی ګوره یو خبره خالص خبره ته پرې چې خبره وکړه مهرباني ووري کنه تاسو ووري تاسو چې په دغه مایک ته وبندین یک دقیقه وری برای خالد وخت بده زه دا ویم زویم وګورئ تاسو دا وکړه د دیره ویم وکړه دین بهس کول شي دین تنقید برداشت کول شي ما ته اختر راکوي زه تاسو جرمنی ته درځم ټیو کنه دی دا د افغان نوم دیو شرمولو د پښتون نوم دیو شرمولو د افغانستان دیو شرمولو دی ته وحشت ورزي دی ته جنگ ورزي دی ته جګړې ورزي دی ته تباهي او بربادي ورزي نو تاسو ته زده ټول د ریزوبان رونو ته تاویم چې دی تاسو له تشه بدنامي روړي بای چې تاسو د ریاست په خپل لاس کې والی او تاسو د دینه پس د حکومت او د افغانستان ریاست تاسو چلوي ډیره مننه د الله په امان سپاس آقای خالد به شما برمیگردیم آقای امان ازاره تبار امی سود و زیان واژه افغان برای مردم افغانستان چی بوده امیر منطقی تر وضاحت داشته باشین دوستا مایک نزنین بعد از آقای امان ازاره تبار آقای راز محمد شیرزاد میتونن صحبت کنن بفرمایید آقای امان ازاره تبار با سلام احترامات خدمت همه سلامونه تورو ته دوستانو دوستای عزیز آقای فروتن صاحب سود و زیان افغان امیر با پشتو بگوین که آقای محمود فارسی رو نمیفهمه دقیقا امیالی صحبت کردن دی افغان سود و زیان پا افغانستان که متاسفانه بدبختی آوارگی بیچارگی در پدره هیس مونگا متاسفانه پا تاریخ که تروس پوری یو افغان په صفت یو ترقی مونږ نه لرو په افغانستان کې زه او په دې موافق یم دا ورور چې اوس خبرې وکړو چې پاکستان پښتنه یا پاکستان پښتنه اوس ماشاءالله ډېر ترقی کړی دی هغوی نه غواړي چې لرو برسي یو ځای سي په دې په خاطر چې هغوی باسواده ده اوس د پاکستان پښتنه او د پاکستان پښتنه تاسو خپله ګورئ پلوټ لري لوی لوی غټ غټ ډاکټران لري الحمدلله تر ډیرم ده هغه هیڅ وخت نه غواړي چې افغان سره یو ځای سي او افغانان سره یو ځای سي او د خپل کور یا خپل وطن اوران کې ځکه یو ورخه په تاریخ دوی خرڅ کو ولی وس خیمانه ده ولی وس وای چې لرو بر مونږ یو ځای یا زم افغانم ټول افغانان یو یو ټول افغانان یو ټول افغانان یو نه ده درست ده د پاکستان پښتون خلک لوی خلک ده ماشاءالله تقریبا 18 میلیونه کې او 1 میلیونه دومره ډیره قومونه لري او په افغانستان کې د لاسونه یا
یا 15 میلیون پورت نه ده. افغانستان کې ډیر خلک چې اوسېږي فارسیوانان ده. فارسیوانان باید خپل کوشش وکړي او د پاکستان پښتون سره کومک وکړي. د پاکستان پښتون ده، افغانستان فارسیوانان سره کومک وکړي چې د افغانیت او وحشت او دهشت او انتحار او د تاسو ټی پی پی او د مونږ د تروریستان باید ختم شي. یو مسله دیگه، مسئله ای که ما متاسفانه بدبختانه از کلمه افغانیت جز وحشت و دهشت دیگر هیچ چیزی بهرمند یا سودمند مردم افغانستان نشده. امروز در هر کشوری که بوری بگو که افغان هستم، خدا شاید 6 متر از تو دور میگرزه، به خاطر از اینکه کدام سودی یا کدام منفعتی به دنیا، به همسایه ها، به جهان ما ندادیم، غیر از اینکه بیایم افتخار بکنیم که ما بشکه زرد داریم. و این بشکه زرد ما در موزیم کانادا هم یک چند وقت پیش یک تعداد افغان ها افتخار میکردن که بشکه زرد ما در کانادا هم در موزیم کانادا هم مانده شده. این افتخار افغان ها بشکه زرد انتحار و انفجار و حالی که افغان ها شله هستن که میگه ما لرو بر یک هستیم، این همی برادر پشتون پاکستان میگه ما به هیچ صورت با شما یکی نمیشیم، به خاطر از اینکه پشتون های پاکستان با قدرت هستن، قدرتمند هستن، تحصیل کرده هستن، دانشمندای بزرگی دارن و ملتی بزرگی هستن. اونا چطور میشن که بیاین همی قدر پیشرفت و ترقی خودا اینمی پشتون های پاکستان رها کنه، بیاین خودا در یک وحشت و دهشت در یک بشکه زرد خودا بیچسبانه که مگه ما مونگ افغانان طول یویو یو نده. در پاکستان پشتونه نزی خواهش لرم، خواهش کوم چه تاسو راسی په هر لایف کې، په هر برنامه کې تاسو راسی خپل دیو مسلمان په صفت خپل وینا وکړي، دیو مسلمان په صفت تاسو وای، ځکه مونږ او تاسو همسایگان یاستو، مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یاستو، مسلمان ټول ورور ده، الحمدلله مونږ او تاسو مسلمانان یاستو، د خدای په خاطر، د انسانیت په خاطر، د مسلمانیت په خاطر تاسو هر کله راسی، هر کله راسی دلته خپل خبرې وکړي. مونږ په دې جنجال کې وسخته سوی وو، یا ویروس ده د افغان په نومه، یا ویروس ده د طالب په نومه، مونږ در په در یو، ځواني مې ونه لیدو، وطن مې وران ده، مونږ هیڅ شی نه لرو. او بیا هم دا خلک چې وایي مونږ تاریخ لرو، مونږ قدرتمند یو، سل رقم خبرې کوي، اوس تاسو خو خپله ګورئ، د پاکستان ویزه مونږ ته نه میلاویږي، د پاکستان ویزې ته مونږ ډېره سخته ضرورت لرو، چې هر قوم ده، مریض ده، هغه مریضان لري. اوس تاسو په تورخم کې ګورئ څه حالت ده، په اسپین بولده کې تاسو ګورئ څه حالت ده. مونږ متاسفانه بدبختانه په دغه ویروس کې غرق سوی وو، د خدای په خاطر، د اسلامیت و انسانیت په خاطر تاسو هم راسئ دلته یو ځای سئ، یو ځای به کومک وکړئ د افغانستان خلق نه او د افغانستان در زبانه نه، چې د دې ویروس نه نجات ورکړو. هر ده هر کشوری که برین یک ویروس، ما درگیر یک ویروس هستیم، از همی ویروس ما از تمام مسلمان ها، از تمام کشور ها، از خصوصا از کشور پاکستان که همسایه های خوبی ماست، ملت خوبی است، پشتون های پاکستان مسلمان های واقعی هستن، با ما همکاری کنن، کمک کنن که از این وضعیت ما نجات پیدا کنیم، از همی ویروس ما نجات پیدا کنیم. دکتر ما نداریم، همی علی ویزی پاکستان رو ببینید در چی وضعیت است، دروازه ترخم سر ما بسته است، تمام چیز بازم بیایم بگم ما افغان هستیم، ما زدنی هستیم، در خانه ما نان خشک پیدا نمیشه، در بسته قشلاق ما یک دم دکتر پیدا نمیشه، بگم 10,000 تاریخ داریم، 10,000 سال تاریخ داریم یا 20,000، چی به درد ما میخوره؟ سپاس آقای امان هزاره تبار. آقای راز محمد شیرزاد، مایکتون رو باز کنین، درود، بفرمایین. سود و زیان واژه افغان برای افغان فهمیدم، با سوالتان فهمیدم. پیش از پیش ما یک چیز میخوایم که شما یک قانون لایف شما اینمی است که هر کس باید کامره بزنه. ما آمدم کامره زدیم، ولی اینمی خالد کامره نزده، برشان بگین کامره بزن یا پایینش کو، خلاص. شما عرفتانه بگوین در نوبتشان باز کامره بزنه. سیکن ما نه نوبتش نیست، امیالی باید ما مواجه شویم بازیم، بخاطر که لا یک چیزی که قانون ماندین دکتر سه باید همون قانون مراد شوه دیگه. نه شرایطش ندارن، مشکلات دارن، منتها ما شرایط دارم که همه علی ما صحبت بزنیم. خودت شرایط داری، در کدام شرایط سخت زندگی میکنی خودت دکتر صاحب؟ این همین مردمایی که اینجا هستن در کدام شرایط سخت؟ ما و شما یک دیگر را 7 سال 8 سال پیش میشناسیم، وزنم کردیم، بحثایی را هم داشتیم. خیر، ما میگیم که قانون تنمی بود دیگه،
باز نگوین که ولا راز محمد این قانون چی میکنه شکن میکنه خود قانون خوش ایس ما یک چیز میگم زیو چو وقت وارم هوا ما زیو چو قرده دا چلان دی زیادتر دیما سیس 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 ما میخوایم که با زبان فارسی و زبان پشتو صحبت کنیم مردویش هم صحبت کنیم تا که مردم خودش هم اینام بفهم سعی کنین اول برای مردم افغانستان یک چیزی میگم ما پشتون ها و تاجک ها و هزاره ها و ازبک ها 20 سال در افغانستان حکومت کردیم چی از ما چیزی جور نشد از ما هیچ چیزی جور نشد غیر از این که ما سر تاجک بزنیم یا سر پشتون بزنیم یا سر ازبک بزنیم یا سر چیز بزنیم یک حکومت لاوبالی و کدیم اونجا در افغانستان آله مردم میامده که ازبک هم هست پشتون هم هست تاجک هم هست هر کسی هست اونجا آله ما و شما دیگه اکسپایر شدیم هیچ حق هم نداریم که در مورد یک پرسش کوتا خیر از آبال باز پرسش در بگو دیگه به نام غنی وقتی آمدن در حرکه قدرت تکیه زدن منتها سعی کنین برادر فروتن نظامداری نمیتونه ولی شما حمایت کردین حال نظامداری فروتن. غیر مشروع غنی را ربطی به تاجک و ازبک از هاره نتین اگر میتین ظالمانه است فروتن سعی کنین برادر سعی کن. پارلمان بود پارلمان بود در پارلمان رحمانی رئیس پارلمان بود خازه به وزدر تویم نه دل در ازم تاستم بحث کنم خیر در فروتان تویم چه در افغانستان موضوع ختم شد وزدر تاستو در مونگ در پختانو در افغانیت خبرم کنم شیرزاد شما پشتو بگوین من 85 در خواست ایست گوری خواست ایست تشکر بسیار اینه که خودت برای ما اجازه دادی تشکر بسیار زیاد گوری من شل کاله په افغانستان کې د پښتون تاجک ازبک هزاره په نامه باندې یو حکومت وکړ رئیس هم معلوم و رئیس جمهور هم ډاکټر غنی و بیا ورپسې صالح اول معاون او ورپسې د هزاره ورونو نه دویم معاون او رهي پارلمان رئیسانو یو ګډوله غوندې حکومت هیڅ فایده یې ونه کړه تاجکانو سره وران شو په خپلو کې سره وم وهل د فروتن د ما دښمن شو زه د فروتن دښمن شوم د جګړن صاحب د ډګروال صاحب دښمن شو ما د ټولو دښمنه بس یو جنجال وهل ټکول شو موږ لاړو اکسپایر شو ختم شو یو حکومت اوس دلته یو نظام راغی د افغان د اصلي افغان په نامه باندې یو نظام په افغانستان کې وجود شو تاجک هم پکې شته ازبک هم شته هزاره هم شته کنه هم شته د که پکې دي که پښتانه دي که نه دي یو څوک دي په افغانستان باندې حاکم دي موږ یې ټول پسې واخیستو ګیر روانې ولګو څوک امریکا ته لاړو څوک لندن ته لاړو څوک اروپا ته راغلو ختمه شوه مسله خلاصه شوه اوس بله راځو د پاکستان او د افغانستان موضوع کړو زه د پاکستان پښتنو ته یو خبره کوم تاسو عینې مسله ده همدغسې لکه چې موږ سره شوي دي همدغه دغه کوم کسان چې اوس په افغانستان کې حاکمان دي دا راځي هلته دا هیڅ امکان نشته دی دغه خلک نه دي ګوره که تاسو وایئ چې پښتانه دي دا نه دا خبره غلطه ده که تاسو وایئ چې تاجکان دي دا خبره غلطه ده که تاسو وایئ چې هزارګان دي دا خبره غلطه ده دا خلک دي افغانان دا خلک دي مسلمانان دوی نه پرېږدي هیڅ امکان نشته دی چې پاکستان هم نه پرېږدي هندوستان هم نه پرېږدي کشمیر هم نه پرېږدي دا شاوخوا تاجکستان دې هم نه پرېږدي ایران دې هم نه پرېږدي یو هم نه پرېږدي دا که ته مړ کېږي که چاودېږي ګوره پرون د غني په حکومت کې لس نفره پوجیان به یا چیرته په دوه میاشتو کې په پنځه میاشتو کې یا به په کال کې نه مړه کېده دا اخونزاده شاهد دی ګورې دغه دی زه دلته د پېښور یو شخص ناست دی اوس روزانه لس او شل او دیرش او پنځوس اوس بسته جګړې کېږي میدانونه هلته نیول کېږي حسابونه کېږي دا ګوره دا ټول ته څه مسایل دي دا هلته اوس یو څوک حاکم دي یو څوک حاکمان دي چې هغه وایي زه دا مسایل نه منم در سره زه یې تا سره نیشنلستي نه منم زه یې تا سره پښتونولي نه منم زه یې تا سره تاجکولي نه منم زه یې تا سره دا مسایل نه منم چې ته زه که لر یم که بر یم او که ښکته یم که پورته یم دا مسایل در سره نه منم زه په دغه ټوله جغرافیه باندې ایشیا باندې چې کومه ده زه په دې باندې یو اسلامي حکومت جوړول غواړم او دا قسم مې کړی چې جوړوي شما گفتین که افغانای واقعی امروز در سرزمین افغانستان حاکم شدن و یک نظام یعنی بله بله آقا تفکر نه تو نگفتیم خوشی کنیم شما غلط گفتیم یک آقا شیرزاد ببین هدف شما وقتی که شما میگن که نا یک حکومت اسلامی در پاکستان این دو کجا جور میکن با کدام امکانات بله امروز خودش امکان حال امکانات چند برتن میگم امکانات در امکانات در توام فلان خرج امکانات در توام امکانات امکانات در توام وزگور امکانات چی دی دا زج نن دا خبر کوم ز
زید په حقیقت ولاړه خبره کومه کنه زید تاسو ته معلوم ده زید طالب مخالف یم مخالف یم نن مخالف دا مشکل نشته ده ګوره زید ته امکانات وخم طالبان په ټوله منطقه کې په پاکستان کې په ایران کې تاجکستان کې ازبکستان کې په هندستان کې دوی پاشل فوج لري پاشل فوج د څه معنا په سوات کې لري په پنجاب کې لري چې دا نن د طالبانو مشر ملا هیبت الله اعلان ورته وکړي چې دا نن یې ورته وکړي چې جګړه شروع کړي قسم بالله قسم بالله د اخونزاده د کور نه په څلور نفره راوځي جګړه به شروع کړي اخونزاده به سر غوڅوي والله کې پرېدي والله کې پرېدي دا ګوره زه درته وایم والله که زه د ځان نه خبر یم د ما په کور کې به یو نفر رجیک شوی زه به مړ کړی یم دا ښکاره خبره ده دا خلک دی خلکو عزم کړی دی شیرزاد الله یو خبره ده دی مطلب دا شو چې موږ پښتانه دا ټول غویمې پښتنو جوړې کړلې نه 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 پښتنو مخکې جوړې کړې وي ګوره پښتنو تاجکانو ازبکانو هزارګانو مخکې جوړې کړې وي یوازې پښتانه نه وو اوس چې هلته څوک حاکمان دي هغوی وایي چې دا کومې جنجالونه چې تاسو جوړ کړي وو دا موږ ختموو درته خلاص دغه جغرافیه ده دا لویه جغرافیه دا جوړوو درته شیرزاد به می خاطر من میگم کوردینات جای تروریست ها را در افغانستان ما میتیم فوج پاکستان از پاکستان میخواهیم که مستقیم بمونم اونجا بزنه ای زنده اینمی کارا را بکنین شما والله به خدا بی کارا را بکنین به خاطر که سه کنین که فوج پاکستان خوبان مسه کنین او برادری امانی ازار ما یک چیزی بر خودت یک سیمنصب بودی یا نه بله دامنگیری اینمی دکتر سیب فروتن دامنیتی ملی کار میکد یا نه ما خودم یک سیمنصب بودیم یا نه اینمی دگروال سیبم یک سیمنصب بود 52 کشور امرای ما یک جای بود والله ما حقیقت میگم بیادار به خدا حقیقت میگم تو نمیگم که ما یعنی که پاک ما میزنیم کاش که نمیگفتیم ولی حقیقت نمیست 52 کشور با شمول امریکا با شمول که نمین جماعت بلژیک هستیم اروپا ناتو زبط مزن بیادار یک سوال دارم اینمیره خو ما بگویم بیادار کنه اینمیره خو ما بگویم اینا را شکست دادن خیر ما چی کده میتونیم بگویم باری ما امان الله خان برادر یک دقیقه اجازه بده از این بیادر من 30 ثانیه سوال دارم باز همین لایف همین بیادر تا خفتن گپ بزنه همین افغان زور پدرت زور بابا کلانت هم زور بود تو فامیل بیادر از امو داکو بالی خان هستی هندستان هم فامیل شما به زورتان چور کرده به زورتان فامیل تاراج کرده بیادر ایران هم به زورتان امیال دستی تمام خاک افغانستان هم امی خاک خراسان هم گرفته 300 سال شده شما به زور به نام زور امدقه اصلی افغانیت ده اجازه من همی گفت پامه من بیخی همی زور را قبول کرده آقای محمود هم بفهمه اجازه بده دتا پلارم زور و داکو و دتا نیکم داکو و اندستانم تالاک چورک ایرانم چورک افغانستانم پدریسه و کالو کی مثلا دسی لوت کړی دی وس د تا دی زوره چې ز ځان خلاصوم څه کار وکم ز غواړم د تا دی زوره ځان خلاص کړم ز تا ته سوال لرم د تا دی بدماشي او د دی زوره د تی ډاکوګری نه ځان څنګه خلاص کړم ته ما ته لار خې ولنه په دواړو سترګو لار درته خې درته لار خې ما چې کومه لاره انتخاب کړې ما غلاره به تم انتخاب کړې زم را تښتېدلې یم تم وتښته ګیر ولګوه پرېږده چې افغانستان همدا خلک جوړ کړي زم را تښتېدلې یم تم را تښتېدلې ټول را وتښتئ نن د ګوره نن وزیر څه وویل نن د عدلیې وزیر وویل علم خبره نه ده دا د جهالت خبره د علم خبره نه کومه ما خبرې ته خو خوښ کړم د لیونیتوب خبرې کوي خبره زه غواړم دا وطن وایم د تا د دې زور خلاص شي دلته صنعت راشي دکتر صاحب جبارخیل صاحب بالا کو دکتر صاحب جبارخیل صاحب بالا کو ما ببینم درخواست داده باشم میارم بالا میارم جبارخیل صاحب درخواست ما چی کنیم که بدر از بدماشی تو خلاص شه آجی صاحب ما بریتانه مال میگفتیم که شما مرا کت کدین ولی امو گپ یا ول خو نکنین نه ما گپ ما بریت میگفتیم
و یک چیزی دیگه هم باید بگویم دکتر صاحب، که بسیار چی کو هوشیار باش، کسی را که نمیشناسی بالا نکو، که خدا نخواسته اینجا خوب باز یک چیزی نشان میده که تو نشو که آ والا ما کسی را نمیارم که دشنام بده. آ والا زنده باشید، چون ما و شما هر چیزی که باشه با عزت هستیم. تو گپ میزنی با میزور میگیری کلو بیادر روسیه و آسیا را با میزور با میزور. آ نجیب 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 چطور است؟ اون خو یک سلام بگوید با کدام زور؟ در 20 سال خو پیران و تنبان این رقمی می پوشیدم با کدام زور؟ ریشای تمام ترنگ کرده این ملای بطلاور یا مده از زور گپ می زنی؟ گوره نجیب لالا، گوره نجیب رو را باز گونی سر دقا پران دقا خبری منگا در شل کالا وکری چی دا پیران تنبان ده او دا دیچا در ری خبری عزی بابا دا میکنیم امیگا پورا شما خود در 20 سال میگفتیم که یه جو دیشت گردی اسمی پیچه وردیه حالا چو تا سرا جدی نبار دفو میکنیم زیم هم در سرا وکم زیم در تا سرا مرگری ما زیم در تا هم ای او تالی بدا چکه تالی بدا چکه خوی کنه کنه و سوه که پسیرا وی شیرزا شیرزا شما خود در 20 سال میگفتیم یه جو دیشت گردی اسمی پیچه وردیه حالا چود دا کانتینوتال با اونو سراجدین اقانی به انتاریا به خودکشا مدال میتا حالا چرا صدای تانا نمیکشی؟ جواب درکم کنه جواب درکم حالا چرا صدای تانا نمیکشی؟ در 20 سال فرزندای و سرزمین این رقمی ترورستا را میگرفتن و غنی و کرزای را میکرم تا ما ایدلایت میگیم ما روسیه را میگیریم ما تاجکستان را میگیریم ما ویدر پاکستان را میگیریم شما خو نان نداری که بخوری از کجای تان میگیری امیال جوانای افغانستان در ترکیه ویدر در کوام گروگان ماندین میگن او بدر لایف خراب شده لطفا دوستا عزیز با یک لایک کردنتان ادیقل نگذارین که کلگی پایان بفته لطفا دوستا لایو چی بکنین که کل اگه غلطید پایین دا چی شو شو والا که خوزه پا پخه برا خوش شو مده آبرا در ریپورت السلام علیکم برحمت اللهی و برکاتو نواسی تندم گوره گوره دی بحث نه دا غسی غط خبر مکو شیرزاد والا که دی بحث نه گوره دی بحث نه تو که مجولوی رازی بحث ہو کئی گوری بحث وکی بحثی چی کنی مال کای تو جناب شیرزاد صاحب تو میگی خانم بیان جواب میگی وک نجیبا نجیبا تا ما در سر از ما تکان زاو خلاص جواب پیران گند افغانی بهادر فرار میکنه نه می رپورت کوی یک چوک لایف می رپورت کوی گوری چند تا تناسی ما گوری زن است ما لایف رپورت نکی لایف تا لایک ور کی دی تا لایک ور کی شش وقت کوی چی دل دا باس ور سر وکو خبری ور تا وکو ضرورت څه ده چې ریپورت کوئ ما ریپورت کوئ لایف نر باندې داسې زم شیشه ټکوم نه پوهېږم چې شیشه وټکوم څه رقم زما زه خو نشم ټکی ګورې شیرزاد در امی بس کس کسی را دشنام نمیته یک بحث سیاسی است استدلال است منطق است نه نجیب سره ما بسیار غصه است والله نجیب ډیر ما ته په غصه ده نجیب ډیر په غصه ده خب به هر صورت آقای نوابزاده نوبت نوابزاده است بس نه 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 ډاکټر صاحب دما یو خبره پاتې شو ګوره ډیره مهمه خبره وته زما ته اجازه را نکړه او مهرباني مهرباني بفرمایئ ما نه حاجی صاحب پوښتنه وکړه ګوره حاجی صاحب ما نه پوښتنه وکړه چې موږ څه وکړو کومه لار انتخاب کړو ګوره ما ورته وویل زه را تښتېدلی یم تم را وتښته ځکه نن د عدلیې وزیر داسې خبره وکړه د عدلیې وزیر نه دی تا به اورېدلی فروتن ډاکټر صاحب تا به اورېدلی هغه وویل که څوک په دې اسلامي نظام کې خوښ وي پاتې دې شي که خوښ نه وي ګیر دې دروغ نګو نسا اسلامي نظام به خدا ای بس شرم است اسلامی نظام همین دیروز پریروز دختر غوری را از خانهش به زور کشیدن گرفتن بردن همین اسلامی نظام همین عالمی مردم از آره جوانای از آره ده 20 سال بر غنی رای داد انگشتایشان قد شد خواهد سکو خواهد اونا رو نمیکشی خواهد نجیب سکو ما تیش زی سوال دارم اتاس تو من یه سوال دارم ریش مانده میگی اسلامی نظام یه زی یه سوال دارم یه پختنه دارم کجای از اسلامی هست که دختر او نجیبه نجیب شما دختر سرزمین تانا طالبان میکشه زی یه پختنه دارم یه پختنه دارم یه پختنه دارم دختر جواب راکی دختر سرزمین طالب از خانش میکشه ما تیش پدر این پیجی دو سفیدش در پیش مادر خیلی سفیدش
تو میکشه میبره تو میایی میگید اسلامی نظام داره کجای ازاد دکتنه دارم این اسلامی آمده آقای نجیب گپ زه یوا پخته ندارم گره زه یوا پخته ندارم یوا پخته ندارم یوا پخته ندارم ما ته جواب ډاکټر سپته راکا یوا پخته ندارم یوا پخته ندارم چکو جانکو الته افغانستان کی بله ما نه غزا حقوق ما دفاع میکنیم اگر طالب به هر کس گره ما استاد میشیم یعنی جنگ یعنی جنگ بله 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 ما جنگ میکنیم دل ما با تو کار نداریم دل جنگ میکنیم ما استاد هستیم علی زاده صاحب گره کورد وطن جنگ کی کورد زدر صاحب چې کورد وطن جنگ کی و زدل ته لګیا مدل ته لوکس زکی ناس تو دا خبره مکه و چې دا اسلامی نظام دی ماته غور کی وس غور کی علی زاده اوس خو ته ماته غو نه سکنه غور ما پختنه وکړه تار ته جنگ کو ما یو جنگ کو زدل ته 200 غور 200 انچ تلویزیون آقای امان ما می پالم نمیاد زګور ډاکټر صاحب غو نه سکنه جواب خل یک ادم از روز ته وګا بیا د فیما فعالیت تناسلیش د دانش ته سوره دا میزن ور اخر ته ورکه د کالی زاده ته پیدا کنه یار علی زاده ته ډیر په غوسه زدی کله کله ویډیو در لایک ملابه bale ما به حاضر بسر شما وغه به غوسه استم دیروز بچی هزار ور ته خبره درته وکم ما غنی رسما بابا میگفتی امروز که دوه غو نه سکنه غو نه سکنه علی زاده غو نه سکنه علی زاده غو نه سکنه دور تو نه دوست داشته باشه امروز کلی از شما نه نواب زاده را وان نه ګورا ز 200 انچ تلویزیون ته ناسیم سید د دې انټرنیټ را ته فایبر نور فایبر نت ته را ته ته جنگ کوي راځه ته لار څه کنه خو جنگ وکه کنه اوس خو ما نه دي جنگ مکه واخد زه به ته جن جی علی زاده زنده باد ارکلچی ډی تکړه پر ډی تکړه هغه خلک پروا نه کوي زه هغه خلک دي چا پروا نه کوي وجنی دي سم دستی دي وجنی خلاص و دی وجنی و دی وجنی خلاص جنگ وکه کنه امی واقعیت عینی جامعه درد که احساس کرده بیان کو لطفا فروتن عزیز سلام مجدد رضا صاحب تاسو ته همچنان خراغلاس لایمه یعنی باور په خدای وکی چې زه دغه نیم ساعت دلته ولاړیم او ناست یم آرام ناست یم زه تاسو ګورم دغلته دوه دانې پاکستانان راغی هغوی چې نه غواړي چې دغه پښتانه ځان سره یو ځای کې د پښتون قوم نه بد راغلی او یعنی دوی بیچارهګان د زموږ تاسو منځ نه لاړه یعنی په دې معنی چې موږ تاسو په خپل منځ کې جوړیږو نه یکی فروتن صاحب محترم موضوع برنامه را شما کاملا جای دیگه بردین موضوع را بانه کسی را نوابزاده امی سود و زیان واژه افغان برای مردم افغانستان چی بوده؟ با منطق با استدلال ما منظور ما خدای نخواسته توهین کردن نیست درست است دارم این ثبات نظرتان بفرمایین وقتی که تدریس یا درس ژورنالیسم که ما خواندیم وقتی که بحث دیگه طرف میره بازم شخص مسئول قطع میکنه پس دوباره سر موضوع میاره ما چی کنیم که این و آن شد اینمی رضا اینمی نامش راز محمد کسته راز محمد خوینه یک پشتون خودم است یک افغان خودم است اینیال این میگه واضح میگه اگر کسی عقل منطق شعور داشته باشه واضح تر و پسکنده میگه که اونو جغرافی هم از افغانا از پشتونا اینمی هست اینمی قدرت قبیلوی در نموج قدرت داره زور قدرت میکنه و نمیگه که دیگران فرار کرده فرار کردیم بیرون شدیم و جغرافی را میمونیم که آباد شوه کی آبادش میکنه طالب کی هست اینمی افغان پشتون هست دیگه کس خود نیست کس تبار خودم هست و من شرمنده ازی هستم ما با خدا قسم که وقتی که اینا شیرزاد میبینم که تا که شیرزاد یک مبارز هستک کسای دیگیش مبارز است مبارزین بسیار قوی در صفات اجتماعی هستن میاین اینها مستقیم و غیر مستقیم از اونمو تبار خود حمایت میکنن به خاطر چی که صبر کو اقوام دیگه باید از این کشور از بین بره این وقتی که نقطه از این شما بگیرین ما افغانا پشونا بسیار نقطه‌گیر خاص هستیم یعنی به این معنا ما میگیم یک تبلیغ میکنیم سر ذهن کار میکنیم که برین از اون جغرافیا بگریزین از اون جغرافیا براین یعنی به این معنا که در اون جغرافیا فعلا ظلم برای کی است برای اقوام غیر پشتون غیر افغان
فلهاز اینها هم دعوت میکنن، تبلیغ میکنن که برای از جغرافیا، برای طالب از اونجا چوب گرفته میزنه و اینها لابیگرای طالب میاد در صفحات اجتماعی لابیگری میکنن و میگریزانتان. فلهاز اصل موضوع این بود که ما از افغانیت و از اسلامیت چی نفع ضرر گرفتیم. شخص خودم من حیث یک پشتون افغان، من ز پشتون نیم نوابزاده سیم، ز پشتون نیم یه ولی نیه نو چیزه در توایم چی ز پشتونیم خواه زم را تختی دلیه ما اما پا هیت ما پا شکل ما پا ما پا 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 شان بانی دول لکه نور پختانم را تختی دلی دی نو تا یو لک تاجیک تیره تختی لیه چه پروا کهی نو خبرم تختی که در از محمد خوزم را تختی دلیه ما کنه خوزم را تختی اوکی زم را ته زه خود را ته زم زانم در ته خیم پشتون یم افغان یم مام دی دغه خلاف خبری کړی زم را و تختیدم سیدا وس اغا غا دا جغرا وس اغا څکی اغا څوی طالب څوی ګوره نو زاده سی دی طالب کار پیغام څه ده اغا وای وای ز دغه کومه لویه جغرافیه چې دا کنه دا حتمی په هر شکل چی دا زنیسم نه پرګد حالا می شوخت از بدبختی خود فرامده بدره، زنده باد بهترین سوال ده وکه رسومه صاحب از ما نوبت ده دیما نوبت پلاسی به تاسو خبری وکه سامه ده تاسو ویل چه زه هم پختونیم زنده دیگه جغرافینا تختی دلیم او دیگه تاجکان هم تختی دلی دی جغرافینا سامه ده دوی خود دیگه تاجکان خو بیام یو جبهه خو لری مقامت خو کوی خود تاسو چه کوی دغه مونږ تاسو دغه سور بیرغ چې زمام په میز کې ده د تام په میز کې ده بیا دای چې ګو او د طالب د سپین بیرغ سره یو ځای کې وو او نور اقوام پر باندې ظلم کوو دغه ناروا ده نو تر اوسه خو سید زه خو منم چې ته تختیدلې زم تختیدلې ما خو راځه عقلی او منطقي خو لږ زره بحث وکړو چې روره دومره خو وایو چې دغه وحشي خلق دي دغه ظالم خلق دي اقل مونږ تاسو پښتانه باید یو کار وکړو چې یو نظامی جبهه چې نشو جوړو یو سیاسي جبهه خو جوړ کو دا خو نسه کوي چې راز محمد هم طالب شي نوابزاده هم د طالب شي جبارخیل هم طالب شي او وایو چې والا خیر اوس زمونږ خپل قوم د زمونږ خپل پښتانه دي که زه پښتون که زه افغان که دغه رقم پښتونولي وي که دغه رقم افغانیت وي زه والله بالله شرمېږم په دغه رقم سیستم باندې خجالت باسم په دغه رقم زکه د تاسو نوم بد ده زکه زمونږ نوم بد ده زکه په جغرافیه کې خبرې خلاص شوي زبم درته اوس دوه خبرې وکم ګوره خانوبزاده صاحب تاسو هم تیوري ډیره و ماشاءالله واغه بیرغ چې د مغ جوړ کړی دی دا صرف د غولون دی لپاره د رنگ کړی دی ګوره مونږ د سینې د زدي پونتون نه فارغ ما ز پویګم چې تا هغه ته په کوم ډیپلوماسي باندې دلته غواړي چې د پښتنو په نمائندګۍ باندې پښتانه بدنام کړي خیر زه نو زده سي دا دی ما حق چې تا ته مې ویل نور زه خپل خبرې وکم ګوره نو زده سي تیر شل کاله ما تاسو ته مخکې په اول سر کې وویل تیر شل کاله ما تاجک ته کنځا وکړي تاجک پښتون ته کنځا وکړي هزاره پښتون ته او تاجک ته کنځا وکړي ازبک برادر د ما ورور هغه پښتون او تاجک او هزاره ته کنځا وکړي د یو بل سرونه ګورې که څوک وایي چې پښتون ظلم کړی دی خو تاسو د افشار وګورئ تاسو د دوستم وګورئ د احمد شاه مسعود وغیره دا ټول مسایل وګورئ دا ټول چې راجمع کوي مطلب دا شیرزاد هر کس که ما ظلم کړ ما تن بتیم به ظلم سر ما را پایین کنیم خو لږ صبر خو وکه علیزاده صاحب خو نمیشه یک زر آرام باید وجدان داشته باشه لگ خدای اینه زد سوه ایم وقت چی را بگیرم دختر غوری را از خانش میکشن کشکده میبرن شما یک تایتان صدایتان را نمیکشه در افشار تو کلمت چی کنم افشار رو نمیدیم وزی در توایم آل اینی زد من نمیدیم اینجا وسی در توایم دا در توایم نه خو خوب برای نو آره جنبندی میکنیم خس جان بندی میکنیم جان بندی آقای شهرزاد یک لظرف شما را نوبت میتون بس حرف بزنین نوبت از نوابزاده چی از کس دیگه نه والا دی ما خبره کی تاسو ټول اغل تا غیر اخیز کی ما خبره ته پرنه دی بیا وزد بسنده خونه کی نه نوابزاده ما و نوابزاده و نوابزاده سی پتی خبره بانی ورس دو چیز نوابزاده سی تا دیگه خبری ختم میشه زور تا جواب بر کم گرده سی خونه دا وزد تو چی تا جواب بر کم
نوبت باندې مونږه وغه گیګونو والا جواب ورکم ته دا بابا ملت خصمه ته ملت بابا والا ځان دې اشرف غنی جوړ کړی دی کینا خو ورغ دو نو مونږ نو خبرې یک انسان بابا ستانه کو فرماین صحیحوا ګوره زه نور درنه لاړم ځکه چې تاسو چاته دغه نه ورکوئ دا وطن دا هیواد دا ستره جغرافیا همدا خلک جوړوي دی نیسي په زور نیسي په رضایب نیسي تو که پنځوس میرې پنجابیان روغواړي که کوردینات ورکړي والله که هېڅ هم کوی شي نه ما واقعا خسته شدم امشب به این رقم بحثی که میکنین مولانای لوده را بالا نکت نه نه آجی صاحب بخشش باشه مولانای لوده و آدم ناکاره را بالا آجی صاحب محترم خواهش میکنم اینمی دو تا پاکستانی اینمی جامعت اینمی دو تا پشتون این جامعت خب ما و شما مزاحمت کردیم چرا حقیقتا نمیشنویم با خدا قسم از ما که عقل بیشتر دارن ما میاد مایکاشون داخل میشه من یک ساعت مایکم خاموش بود گپ نزدم همین آدم همه گپ ناق میزنه حال تو میزنید گپ تو مزاحمت میکنی افغانستان کلا ده کلا بوزای اسماری وره میجنگوندم کلتون مداخله داشتین حالا چی بگویم براتون آمو گپ میزنه نبو گپ میزنه او مداخله میکنه نه مداخله خاطر آمده بود پاکستانی و فرار بده میزنن و ابو خاطر شهزاد آمده بود که پاکستانی ها را فرار بده پاکستانی ها قدی پاکستانی های پشتون چی؟ قدی پشتون های پاکستان باز لایف میگیریم باز میاین ولی یک چیز خیلی خوب نه 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 امان صاحب ما دیگه دیگه لایف ها به این قسم نمیاییم وقتی که توهین میشه من یک سال اجازه بدین لوپات من نمیدونم کسی مشکل نداره باز میگیریم برنامه ولی یک گپ خیلی خوب هستن که ما و شما اینجا متوجه شدیم انمی شهرزاد دیروز نماینده فیسبوکی دنیای مجازی اشرف غنی بود و امروز ببینین با بسیار بی‌شرمی با بسیار بی‌ننگی همینجا میگه که همین مردم در زور حکومت جور میکنه و زمینا هستن این حکومت افغانستان خانه پدری ما است این امروز فردا ما ان شاء الله رحمان گرفتنی هستیم امان جان انمی نوابزاده یک افغان است بگذاریم همین درد دل می آدم چی است همین شو چی میکنم یادم آقای نوابزاده دو دقیقه واره بدر حرفای تا جنبندی کو کدام حرفی داری پیامی برای مردم داری آقای جبارخیل اگه درخواست داره مستتمی و آقای آرش میشنویم اگه آقای جبارخیل درخواست داره اگه بلا بیاریم ویدالله جبارخیل درست کامرا نزد پیشتر آورده بودم همی آدم هم. مشکل نیست بانا اگر کامرام نزنه خیر از بانشان بیای اینجا ما یک بحث بسیار منطقی کنیم در مایکا یکی دیگه داخل نشیم خدا کنه توهین میکنه تحقیر میکنه بانش که با مردم معلوم شود خودتان هم معلوم شوه این همین شب لایف که من دیدم در این لایف که هستم همین شما فارغ زبان هم علامت هستین بخاطر از این که دو تا پاکستانی نمی جامد شما گریختاندینش این همی دو تا پشتون آمد شما گریختاندینش بخاطر چی؟ اونم توهین میکنه تحقیر میکنه هر کاری که میکنه بگی پیشت قاغذ بگی قلم بگی نوت پیشت بگی او برادر من امروز وقتی که از افغانیت و اسلامیت و ایره کم چیزا نفرت پیدا کردیم من امشب از شما رو نفرت پیدا کردیم این واقعیت میگم این کارایی که شما را میبینم نمیگذارین که یک دو کلمه یک پاکستانی بیا یک گپ بزنه پاکستانی واضح و پوسکنده میگه که من پشتونا را من قبول ندارم او در او جغرافی آتش در داده در جغرافی خود من نمیخوایم و اینمی پشتوناست که چیخ زده میره لرو بر یو پختون خو خودم تباه و برباد کرده وانم تباه و برباد کرده بیاین که یک مسیج یا یک پیام واضح به مردم برسانیم و همینجا وحیدالله صاحب جبار خیلی سلامت وقت بتینش من باز بعدن گپ میزنم بفرمایین آقای وحیدالله ستمی رفت پایین و نوبت از آرش است آرش گرف بزنه بعد وحیدالله را نوبت میتیم خیر دکتر صاحب فروتن عزیز اگه برای جبار خیلی صاحب وقت میتی که آقای جبار خیلی بفرمایین جبار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ډاکټر صاحب محترم تاسو ته او په سټډیو کې ټولو قدرمنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو کتونکو ته هیله مندم چې ټول بروغ او جوړ او خوشاله وي واحد الله جبار خیل ما د فرانسې څخه ډیر زیات دغه تصویر خو واضح کچې دا ډیر وخت وشو چې دلیدلې مې نه ده صدای داشناس اما تصویر ته اگر باز کنی بهتر است
ډاکټر صاحب کته ما خود ورسا په مستی سایکو خود تیر نه بیا نه پم ته چه کم گپ میزنی میگه ساده تاش ناست. خب اگر تصویر تا باز کنی دوستا ببینن خودت یک چیزی که با تصویر دمیشم. یه خواهش میکنم خیر است کلش مرا میشناسه دکتر صاحب خودت مرا میشناسی جای ما مناسب نیست. خب بفرمایید بچوشم واز میکده میچ کدام مشکل نیست و برادر کلش برادره ماستی از اهم وطنه ماستی. آقای جبار خیر امی سود و زیان واژه افغان را برای اقوام غیر از اوغان یا پشتون در افغانستان میشه وضاحت بتین که امی مردم با امی واژه ضرر کردن یا ای که واقعا این واژه باعث عزت و شرف این مردم شده یا باعث بدنامگی و رسواییشان؟ ډاکټر صاحب محترم زه په ډیره بخښنه سره زه کوشش دا کوم چې په پښتو خبرې وکم تر څو پرې ماغه خبرې هماغسې په ادب په چوکاټ کې پاتې شي. زه په دري باندې ډیر نه پوهیږم کنه ما په دري باندې خبرې کړې وې په ډیره بخښنه سره. نوابزاده صاحب سوال ما را بپرسه سپیش پښتو را دقیق. خیر زه تا د سوال په مطلب باندې پوه شوم. خیر زه هغه نه ده ضرور نه ده تکلیف نه درکوم. ډاکټر صاحب محترم خبره دا شی ده مونږ او تاسو باید که دلته خبرې کوو زه دا خبره په ډېر بخښنې سره دا خبره کوم دا حقیقت خو هېڅکله د افغانستان نه نه ورکېږي چې د افغانستان ټول قومونه ټولې دنیا ته معلوم دي هغه که په هر جامه باندې دي که هغه تاجک ده که ازبک ده که هزاره ده که پشهي ده که نور پښتون ګوري دا قومونه ده اوچته ده یو خبره مونږ یو طرف ته نشو کولی ډاکټر صاحب محترم چې مونږ دا ووایو دا وطن یوازې د پښتون ده دا دروغ خبره ده دا حقیقت نه لري دلته مونږ او تاسو د یو افغان په صفت باندې ژوند کړی ده مونږ او تاسو نوی ژوند نه ده پیل کړی په دې وطن باندې چې دلته مونږ خلکو ته ځان ورپېژنو چې نه زه هم د دې وطن حق لرم څومره چې زه حق لرم دومره ته حق لرې تاجک ورور همدومره ازبک ورور حق بالکل په سر سترګو مونږ او تاسو یو بل ښه سره پېژنو یو بل ته احترام لرو حقیقت خبره ده داسې یو بل ته ډېر دروند احترام لرو. خیر ده یو احساساتي خبرې او یو د زړه خبرې که چېرته مونږ او تاسو دغه اوس هم په پیل حال به په ډېرو مجلسونو کې ډیر تاجک او ازبک سره ناسي خو ډیر یو دروند احترام یو بل ته لري. زه هم راځئ دلته تر ټولو ناول مونږ دا شی وکړو چې دغه ځای کې راټولیږو سره د یو افغان په صفت سره راټول شو خبرې وکړو نیوکې ستونزې دا هر څه شته ده دا کومې خبرې چې تاسې کوئ دا بالکل حقایق دي څوک راغلي دي ولې راغلي دي دا خو طالبان راغلي دي زه وایم سبا هم په دې وطن باندې بل څوک حمله کوي. جبارخیل صاحب په بخښنه زه دغلته غواړم چې مداخله وکړم. مهرباني په بخښنه ډېر وغوښي دلته ګر سره افغانان نه دي دلته تاجکان هم دي دلته زارګان هم دي نو هیله کومه چې ټولو ته افغانان مو وایي افغانستان ووایي بهتره ده ځکه چې توهین ونه شي نورو ته. مننه. ګورئ د دوی په اصطلاح باندې زه تاسو ته نور هغه وروره زه یو خبره درته وکړم دا خبره دوی کوي چې یو افغان ده او یو اوغان ده. اوغان دوی پښتنو ته وایي اوغان دا ګورئ دلته دا ټول ناست دی البته ته په دې شي کې معلومات لري یا به نه لري خو مطلب دې خلکو نه خیر دقیق معلومات وکړي. یو افغان ده چې له پې نه شروع کېږي یو اوغان ده. اوغان څه د دوی پښتنو ته وایي. زه دا وایم مونږ دلته د افغانیت خبره کوو چې د مونږ په پاسپورټ په تذکره کې په هر څه کې د افغانستان نوم یادېږي. صحیح ده وروره دا خبره په خپل جای باندې پرېږده خبره دا کوو چې مونږ دلته د کوم مطلب لپاره راغلي په هغې باید خبرې وکړو. زه وایم بالکل د مونږ وطن بالکل د مونږ وطن منفی او ضرور ضرر وای دلا جبر خیل صاحب سلامونه تا ته کماندان صاحب منم صاحب سوال دا غه دی چې د افغان په د افغان د مونږ ته مونږ او تاسو ته کوم منافع یا کوم منفعت راولې دی که نه بدبختی راولې. افغانیت ګوري افغانیت خو ګوري امان ورور کماندان صاحب افغانیت کې مونږ او تاسو هیڅ کله تاوان نه کړی خو هغه وخت چې کله مونږ او تاسو افغانانو کله مونږ او تاسو یو واحد اتفاق لرو ده کله مونږ او تاسو تاجک ازبک پښتون افغان ټول قومونه د افغانستان په یو واحده جغرافیه کې په یو امر او په یو ورورولې په چوکاټ کې اوسېدلو هغه وخت مونږ او تاسو افغانانو او تاریخ ټولې دنیا ته معلوم ده. د افغانیت لقب مونږ ته 15000 کاله مخکې چې مونږ دا وکړو 15000 کاله مخکې تاریخ د مونږ مشرانو پریښی ده دا یوازې دې نه ده پریښی دا د افغانستان تاریخ داسې په دې باندې ټوله دنیا خبره ده دا که مونږ ووایو که ونه وایو دا دنیا ته پته ده. په افغانستان کې چې هر سرشار راغلی ده د دنیا هر ابر قدرت راغلی ده د ټولو قومونو په مټ باندې د ټولو قومونو په طاقت باندې هغه سوپر طاقت ماتې خوړلې ده. زه دا نه وایم زه احترام لرم زه خپله مانه خیر ده د بعضې خبرو خواهش مه کوئ چې یاره جبارخیل به مونږ احساساتي کو دا به دا خبرو کې زه د ټول افغانستان سره مینه لرم
کاغه تاجک ده که ازبک ده ورونو ما ته به دا خبره نه کوي ما له تاجکو سره وخت تیر کړی البته که تاجک پارک لري نو دا ضرور خبره ده سپار جای کې بد خلک شته ده زه تاجک پیژنم زه د تاجکو د مشرانو سره ناسته پاسته لرم په لا اله الا الله څومره مینه محبت په دې خلکو کې ده که ما د دنیا په خلکو کې لیدلی پروتن صاحب زه وایم موږ او تاسو باید تاجک غلط معرفي نه کړو موږ باید هزاره غلط معرفي نه کړو موږ ټول د دې جغرافیه خلک یو طالبان به بالکل راغلي دي په موږ باندې مسالت دي دا د تاسو د خبرو په تایید باندې چې دا ټول پاکستاني دي د پاکستان پوج راغلی ده موږ او تاسو ته څه لازم نیسي موږ څه وکړو تا ته څه پکار دي ما ته څه پکار دي موږ او تاسو ته باید هغه رایډ کراسونه چې په هغه کې انګلیش کې ورته رایډ کراس وایي هغه سره کراسونه البته چې موږ او تاسو ملي منافع دي نفاق را عمدن بیان دامن بزنن ولی ای که ما علیه طالب هستیم و در برابر طالب کسایی که برشان لابی میکنن معترض هستیم اعتراض میکنیم بدبختانه یک تعداد من که اینا آدم های متعصب هستن ما میگم کسایی که تعصب میکنن در اسلام اصلا اونا جایگاه ندارن آدم های متعصب انسان های درستی نیستن که کسایی بخاطر نژاد و زبان اشخاص یک قوم یا تبار را بد میبینن ولی بدبختانه کسایی که امروز در میدیا 90% برای طالب لابی میشن حمایت از طالب اعلان میکنن تعلق به تبار پشتونمون میگیره خودت باورت چی است در مورد طالب؟ دکتر صاحب محترم زه یو خبره کوم ګوري دلته بعضی خلک طالبان نو خبره په ورستوي کې طالبان سوله دلته ډیر نوی خلک روزانه خبره طالبان کیږي د سینه د سیواز یاره تاسو بو اسدل ته لابیګری جبر خیر شروع کړی یا کومبل شروع کړی نه موږ مجبور اسولو بعض خلک البته زب خپل ځان درته وخیمه دلته مخکې د غورور ویل د نجیب الله لیزی صاحب ویل چې جبر خیر طالبان ته لابیګری کی ګوري زه طالبان ته لابیګری څنګه وکم زه مجبور اسم خبره تازه پرې خودمه تازه تنها پرې خودمه تا خپل یو لار اختیار کړل تا د افغانستان د اغه ملي ګټو ملي شتمنو نه خبره بایکاټ کړل ما کیمرا بزن تو خو طالب هستی د غیر سو پایان مندازمت دلته بعضی اشخاص راجیک شو ډاکټر صاحب محترم خبره مقاومت بیا د افغانستان غیرت ته معلوم کوی چې زره د لایف نه ګو اجتزا کو ته میږي بیا د افغانستان کې تم برت نشان بیتم کې تر چې رقم غیرت داری د اروپا ګریخ کدی اونجا میای ګپای مفت میزنی متاسفانه دوستا لایف به حد خراب است که من یک آدمی را که بالا می آیم باز نمیتونم او را پایان بندازم من مجبور شدم کلگی را پایین انداختم خب دوستا عزیز متاسفانه لایف ما کلن خراب است کلن حداقل یک لایک هم نمیکنید که همین مشکلش درست شود حفی خود بزرگ بان یک دقیقه که دوستا لایک کنند یک کسا را که بالا کدید نمیاره بیشتر اصلا مشکل داره نه که صفحه خود بزرگ بان که لایک کنم مردم صفحه دیگه رو بزرگ نکن همی کسی را که تو آوردی هنوز چی رقم طالب است یا هنوز چادری در سرش است غیرت نداره که تصویر خود بزنم چادری تا پس که بگم آه برادر کلش اینمی توست کل لگیش ما میگم طالب اصلا مسلمان نیست ما یکان دفعه میگم طالب بیناموس است بازیرم یک تعداد انسانای بی‌شرف میان رد به قوم میتن آقای فروتن با معذرت ببخشید گپای جبارخیل همین رقم بود که من تا جای فهمیدم آقای جبارخیل و دوستا و تا اگر ورسید کامریت باز کن کلتان ببینن عرف جبارخیل میگه که ما را مجبور ساختن و خیلی یاد درو طالب میشم اگر ما انتقاد سر طالب میکنیم این مستقیم خیلی از رد به قوم پشتون میتن ما با قوم مشکل نداریم ما با یک کتله مزدور و یک کتله بیناموس یک کتله متجاوزگری که طالب است ما بازو مشکل داریم امروز خودتان میبینید در مناطق فارسی زبان ها چی هزاره چی تاجیک چی ازبک است چی ظلم و جنایت جریان داره و از او گرفته خودتان در قندهار میبینید بالای قوم چکزه قوم جنراس برازیق چی ظلم و جنایت جریان داره و گپ خیلی وحشتناکتر و وحشتناکترش یه هستن هر افغانی که خود افغان میگره از افغانستان میگرن شما امروز از خود بخبر هستین از طالب حمایت میکنین گویا برات میتین به طالب بی به ضررتان از طالب نام افغانیت نام افغانستان حذف کرده امارات آورده میفهم یعنی امارات یک از شاخه های کشورهای عربی است افغانیت و افغانستان وجود نداره که شما می این دلایف میین که والله ما افغان هستیم ما افغانستان هستیم افغانستان و افغانیت تو وجود نداره پرچم سرنگ تو دارید افغانستان نداری نام افغانستان رو داری نداری دولتی یا همین تحریک
طالبا چی میگن؟ نمیگن که امارات خو امارات خو برگرفته است از کشورهای عربی هستن، یا از شاخه قطر است یا عربستان است. افغانستان قبول نداره، پرچم سه رنگ افغانستان قبول نداره. یکی شما را میگه ما افغان هستیم، از شما استفاده میکنن. خلاص آقای وحیدالله مهربانی که گپایش ادامه. کماندان صاحب بخنه غواړم، دلته مشران ناست دي راځه به خدمت مخکې ډاکټر صاحب د خبرې زویم راځي د خبرې احساساتي کوي هله کوم درنه راځي د خبرې په سړه سینه باندې وکو. مونږه همیشه دلته په دغه احساساتو کې هغه خپل هغه اصلي د خبرو په هغه اصلي مطلب سره پوهېدو سو بیا سره ما څخه خپل ارسو. ډاکټر صاحب محترم ګوري کماندان صاحب یو باشعوره ځوان ده، تعلیم یې کړی ده، بیا په جمهوریت کې وظیفه هم کړی ده. دی وایي چې اسلامي امارت دا لکه سعودي عرب دلته را د سعودي عرب حکومت یې دلته را انتقال کړی ده. دې نه مخکې موږ د دې دعوه کوله 40 کاله مستقیما موږ دا دعوه کوله چې دا خلک چې دي د پنجاب خلک دي، پاکستاني دي. خو چې کله د پاکستانیو سره د دوی دوستي او دښمني معلومه سوه دغه په وروستیو کې دغه ټولو ول داسې مطلب دوی د پاکستان سره که سیاسي وو که سیاسي اړخ یې لرود که عملي اړخ یې لرود که هر څه وو ټولو په خپلو سترګو باندې ولدل. زه دا وایم اوس امان ورور وایي چې مطلب دا عربستان یو حکومت دلته غواړي چې دلته یو اسلامي دا خبره حقیقت لري. د دې خبرې زم همدې خبرې نه زم خبر یم. د کماندان امان ورور د دې خبرې زه تایید په دې کوم. زه په دې باندې خوشحاله یم چې دلته خبرې یو عربي یو اسلامي یو 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 د ټولو مسلمانو په شمول باندې یو واحد نظام جوړیږي. دا ښه خبره ده. کله چې موږ او تاسو نه ورخو به ویسي موږ او تاسو نه ملي ګټې له پامه ولویږي اوس بیا پردي په موږ باندې دلته حکومتونه جوړوي. زه دا وایم روس نه خو یې نه راولي کنه، روسان خو یې را نه وسته کنه. هغه روسان چې راغلل په افغانستان کې په زرهاو جوماتونه ړنګ کړل او در په درهیې کړل، هغه روس دی د افغانستان په کور کور باندې حکومتونه. جبار خیر صاحب بزرګوار، سره مې موضوعي برنامه اگر اجازه باشه، سود و زیان واژه افغان برای ملت و مردم افغانستان چی است؟ چی بوده؟ او را خو گفت که ما افتخار داریم 5000 سال تاریخ داریم. او را خو صحبت کرد دربارش. ګوری دا شی باندې باید موږ ټول افتخار وکړو. که تاجک ده که ازبک ده، ټول موږ افغانان ټول د دې خاورې دغه جغرافیا خلک یو. امانه وروره کمانډان صاحب تاسو ټولو دلته قرباني ورکړې ده، خپل وظیفې کړې دي، حکومتونه به زیر راځي. موږ او تاسو خپل اصلیت له لاسه نه ورکوو. دلته به موږ باندې روسان راغلي دي، خپل افغانیت او خپل پښتو او خپل تاجک او ازبک دا ورونه له خپل ورورولۍ نه تیر شوي. دلته به هر کس ما حکومتونه راضی خونه. من درخواست را پایین میندازم، درخواست تازه روان کنم که بیارم. من گو تاسو بخپل اتفاق و ورورولی سر پالو که تاجه که که هر سنگه زینه مستون زینه ما دا حکومت کم جنر آده احمد بین بولا خوزقو زخو اما غا جبار خیلی مثل لس کال ما جمهوریت تا پوسی دی جمهوریت سربازانو تام دا تاسو آلتا پا واکی وی ولکا منگ پا واکی حکومتان آمان سب تاسو آلتا وزیپی کولی د تاسو عکسونه به موږ په پروفایلونو باندې لګولې، په تاسو باندې موږ افتخار کوو. تاسو تاجک ورونه زه په دې باندې مطمئنم چې د یو لسوالۍ نه د یو ولایت نه د پنجشیر نه د موږ 600 جنرالانو په حکومت کې موږ بیا هم د تاسو ته چکچکې ویلې، بیا هم موږ تاسو ته آفرین او زنده باد ویلې. خو موږ تاسو سره کوم تضاد نه لرو، موږ او تاسو دا رشته سي ده، دا د تاریخ نه رشته ده. زه وایم خیر ده، د هغه شینه مه تخته پلان کوي دا جوړوم هغه جوړوم، د خبرې نفرت پیدا کوي، دا خلک درنه نور جدا کیږي، موږ او تاسو ترمنځ نور واټن پیدا کیږي. جبار خیر صاحب ډېره په بخنه حال ببینید، تمام حکومت در دست یک قوم یک کتله یک کتلاس یک گروپ است. رهبر عظیم گروه پشتون، وزیر الوزرایش پشتون، معاونش پشتون، دیگه معاونش پشتون، وزاری خارجه پشتون، کل حکومت اینا گرفتن. هیچ گپی نیست، ولی که دروغ هیچ راپوری موثق وجود نداره که بگوی بیا 600 تا جنرال از یک پنجشیر ثابت کو. خدا شاهد است که 200 نفرش شما نه نام گرفتن میتونین نه لیستش کشیدن میتونین. یک گپ ناق جور شده که 600 نفر از پنجشیر است، 200 تا جنرال بیارین پیدا کنین در کل پنجشیر. ولی این طرف کیرا هستن، کل حکمت از این هستن. امان جان، امی آقای آرش زیاد انتظار کشید. آقای آرش، سود و ضرر واژه افغان به اقوام غیر پشتون در افغانستان چی است؟ سلام و درود فروتن عزیز برای خودت، به قماندان امان، دگروال صاحب عزیز، نوابزاده گرامی، جبارخیل عزیز، دوستایی که در پایین ما را میشنون. البته اگر به سود و زیان کلمه افغان ما شما در این مورد صحبت کنیم، امروز همین جغرافی ما شما یا مردم ما شما همین بدبختی ها را که میکشن،
این همگیش مرتبط است با این کلمه افغان. از روزی که انگلیس آمد این کلمه افغان هم به تعدادی از به کشور ما، به مردم ما ایره یا به زور یا به جبر یا به هر رقمی که بود ابلاغ کرد، به یک تعداد مردم از ایرزی کلمه در آورد. برادرای افغان ما یا قوم افغان ما یا برادران پشتو زبان ما که امروز زبان خود که پشتوس میگن قوم و کلمه افغان برای دیگرها اطلاق میکنن، اینمی ها خودشان برشان یک چه رقم برد بگویم، یک رقمی برشان ایجاد شد که خودشان صاحب این خاک حساب بکنن به خاطر همین کلمه افغانی افغانیت. و اینمی باعث شد که در طول تاریخ بارها این وطن هر گوشش هر طرفش به بهانه های مختلف فروختن، واگذار کردن، اگه خارجی را آوردن یا هر آن چیز دیگر، وقتی که زیاد پرسانم شد مستقیما برای مردم جواب دادن که ما افغان هستیم، افغانستان خاک ماست، اگر خواستیم معاملش کنیم یا نکنیم هر رقمی مربوط به ماست، شما حتی نمیخواهید که در این مورد نظر بتی یا صحبت بکنی. که ما و شما ایره تا در بیشتر تلویزیون ها همین گپ ها را گفتن، در مطبوعات گفتن، این مسائل هست. بنابراین کلمه افغان کلمه قومی هست و اینمی کلمه باعث میشه که دیگه مردم احساس مسئولیت نکنه در خاک، حتی و یک تعداد مردم به خاطر کمی کلمه از قومشان هست سر مردم ظلم بکنن، چنان که امروز دونموج روان است همی حالت. یک دو کلمه دیگر ما بسیار کوتاه میخوایم عرض کنم که بیشتر جبارخیل عزیز گفت. جبارخیل عزیز، بیایی که باش مختی ما و شما صحبت میکنیم، صحبت ما را همیشه از روی یک کتاب، یک تاریخ، بالاخره یک سند، یک چیزی که هست صحبت کنیم، نه ای که از دل خود ما یا گرده خود ما یا از پت خزانه. شما گفتی افغان، اوغان یا افغان. امی کلمه را که تو میگی افغان، اوغان، افغان، اصلا متفاوت از فرق داره. از روی کدام اصول، از روی کدام کتاب، کدام فرهنگ همیره گفته؟ ما که زبان ما فارسی است و کلمه افغان اصلا یکی از کلمه های، یکی از واژه های فارسی است که بر افغانای داده شده و گذاشته شده. اگه ما مسئله کتابیش یاد میکنیم اون افغان است، اگه مسئله عامیانیش یاد میکنیم از کوچه و بازاری ما شما افغان میگفتیم برای مردم، ولی برادرای پشتون ما چون فیر پی میگن افغان میگفتن، مثل که در بیشتر موقع میگن فکر، نمیگن فکر میکنم، میگه فکر میکنم. تو این مسائل عامیانه را نمیتونی که بیاری در یک جمله از دل خود تشریح بکنی، بگویی که مثال این کلمه اصلا متفاوت است. و مسئله دوم، یک چیز دیگر هم یاد کردی که از بزرگای ما بیش از 7000 سال پیش بر ما نقل شده یا گفته شده که این کلمه افغان در این کشور بود و بر همه مردم اطلاق میگرفت. عزیز برادر، من خواهشن از تو خواهش میکنم بیش از 250 سال یا 275 سال یک کتیبه، یک ورق، یک کاغذ، یک چیزی رو بر من نشان بده که افغان، افغان، اوغان، پشتون، هر آن کسی که این برادرای ما در سرزمین زندگی که در تاریخ افغانستان واژه افغان در مکتوب رسمی درج شد در زمان شاه شجاع بود که او هم از آدرس انگلیس. دقیقاً چند سال میشه از اون؟ خب شاه شجاع رو بین مقایسه کنن در تاریخ دقیقا. افغانستان چند سال ما به من خاطر تا بیشتر از این برش گفتم که تا از زمان به خاطر که احمد شاه ملتانی اونا گفتن که من شاه خراسان هستم، نگفتن شاه خراسان هستم. یعنی ما تا بیشتر برشان تایم دادم، بیشتر برشان وقت دادم که از همون بیشترتر اگر میتونن همین کلمه را برای من پیدا کنن بازم من قبول میکنم، کمچین چیزی وجود نداره. عزیز برادر، بنان اگر ما بخوایم که در وطن ما آرامی بیایه، اولین کار هینمیسته که ما باید به هویت یکی دیگه ما احترام قائل داشته باشیم، قائل باشیم و برای ملت سازی و یک نامی که همه ملیت ها و ملت ها را زیر چتر خود جمع کنه باید ما کار کنیم. و کشور هم باید از نامی که امروز به خاطر اونم یک تعداد مردم سر مردم ظلم و استبداد میکنن از نام قومی باید بیاریم بیرون. همون نامی ده که 1400 سال یا 1700 سال نامش بود خراسان یا هر نام دیگری که ملت بپذیره، باید همون نام بیاریم که دیگه ملت ما از این بدبختی خلاص شوه. غیر از این کلمه افغان، افغانستان تا که باشه ظلم هست، جنگ هست، این همین اتفاقی وجود دارد. سپاس امان جان، از شما میشنویم، بعد از دگرول سیب، بعد از آقای نوابزاده و در مقطع پایینی هم از جناب جبارخیل سیب باز خدافیزی میکنیم. آقای امان، همی سود و زیان را و کمی واضح تر در مورد شرف بزنیم که دوستان زیاد در کامنت انتقاد دارن که چرا وقت
شما میگن واژه افغان سود و زیانش برای مردم چی بوده در مورد شرف نمیزنین، وضاحت نمیتین. آقای فروتن سه وقت پیشتر کمی تشریحات دادم، ولی با یکی به احترامی کسایی که خود افغان میدانم ببینید، اصلا یک گپ دیگر در اول اشاره کنم. امروز یک تعداد وطندارای پشتون که های اصرار دارن سر نام افغانستان و های اصرار دارن به افغانیت خود به شمول آقای جبارخیل، یک نقطه را متاسفانه که اینا بی خبر هستن متوجه نیست. اون نقطه ای هستن که طالب ها امروز که اینا را بیشتر به طرف خود جلب و جذب کرده روان هستن، یا اینا به طالب ها وقت میتن یا براعت میتن، فقط و فقط به خاطر کلمه افغان است که در اصل طالب افغانیت قبول نداره و اونا اماراتی هستن، اونا مربوط امارات میشن، مربوط افغانستان، مربوط افغانیت نمیشن. ولی حال به خاطر از اینکه خر از اونا عذاب تیر شوند یا از امو پول تیر شوند، از امی احساسات پاک مردم افغان استفاده میکنن که ما افغان هستیم و اینا هم خواسته و نخواسته پشت از اونا ایستاده هستن که برو حداقل اینا افغان هستن. متاسفانه که این برعکس هستن، اونا فقط مطلب خود پیش میبرن. این را وطندارا باید دوشار باشد. ما خودم شخصا از امی که کسایی که میگه ما افغان هستیم و اینا هم بر از اونا وقت میتن که افغان هستیم، به احترامی که به جاده فیض محمد کاتب شده که تاریخ نویسی از اینا بودن، قلم به دستی از اینا بودن و اینا را درس و ادب همی حاکمان افغانستان دادن، یعنی حتی معلم از اینا بودن، وقتی به احترامی به آقای فیض محمد کاتب که نویسنده تاریخی افغانستان که کلن تاریخ افغانستان خودش نوشته کرده، اگر قلم فیض محمد کاتب نمی بود امروز افغانستان وجود نداشت، امروز افغان وجود نداشت، امروز هیچ تاریخ وجود نداشت افغانستان. وقتی که به احترامی برازو کده، برای ما دیگه افغانیت مرده، برای ما دیگه افغانستان دیگه مرده، دیگه تمام شده. خلاص کلام، ما دیگه درگیری از این خود نباید بسازیم. هر چقدر ما صبر کنیم، حوصله کنیم، گذشت کنیم، با یک کلمه دروغی باور داشته باشیم، مثل از اینکه امروز طالب ها در بین پشتون ها خود انداخته و اینها بر از اونا وقت میده که میگه برو افغان هستین، ولی اونا مطلب خود پیش میبره. اگر ما بر از اونا وقت بیتیم، یعنی میرقم اینا هم مطلب خود پیش میبره. بنام اینجا هیچ کدام تضمینی یا کدام هیچ کدام سودی برای هیچ ملتی ما و شما نداره. امیدوار هستم که کلگی با قاطعیت ما افغان نیستیم. ما افغان مربوط یک دسیسه انگلیس بود، یک برنامه انگلیس بود و امو افغانیت امروز پروژه هایی که از طرف توسط امریکا آمده، توسط پاکستان آمده، توسط هر کشوری که در افغانستان فعلا حاکمیت داره، همی گروه بیناموس، همی گروه لیواتتکار، همی گروه متجاوز از این سود میبره. ما افغان نیستیم برادر. سپاس آقای امان ازاره تبار. جناب دگروارس بزرگوار آقای محمدی، سود و زیان واژه افغان برای مردم افغانستان چی است و چی بوده؟ ما با عرض سلام دوباره خدمت دوستا که هستن، جناب دکتر صاحب و نوابزاده صاحب، آرش محترم و جبارخیل صاحب، قماندان صاحب امان خان، و همگی کسایی که در پایین لایف هستن، بحث ما آغاز شده بود بسیار یک بحث علمی بود، بحث خوب بود و همیشه من سوالایی را که میکنم، سوال ما یا صحبتی که میکنم به اساس عزیز که با خدا باور بکن که ما اونمو قدره که دلم به یک همتبار خودم یا به یک کسی که مثلا از قریه و از قشلاق از قوم و از عزیز و درزاده مست میسوزه، از او کدنه بیشتر به یک پشتونی میسوزه که در روزگان در فقر تنگدستی و در بیچارگی زندگی میکنه. در جلال آباد در کوههای مثلا ولسوالی شیرزاد یا در ولسوالی سارک یا در ولسوالی های اطراف جلال آباد یا کنر، در ولسوالی کرنگل مثلا در چپ داره، در دره کرنگل در اوجه زندگی میکنه، یعنی بیشتر میسوزه. به خاطر چی؟ به خاطر افغانیت مردم 300 سال شده محرومیت میکشن. ما پیشتر یادآوری کردم در امریکا مثلا 4 سال یک حزب حاکمیت میکنه، نماینده یک حزب پیشنهاد میشه، کاندید میشه، باعث کاندید، وقتی 4 سالش پوره شد تو امید مردم نتیجه گیری میکنن که این آدم خوب کار کرد یا غلط کار کرد.
اگر خوب کار کرده بود بر بار دوم فهمید تمام اما طرفدارای حزب دگام و حزب مخالفشان بر زمین رای میده و ای رو بیادر رئیس جمهور تعیین میکنن. اگر بد کار کرده بود نتیجه گیری به همین میشه که ای آدم بد کار کرده دیگه ای قابل از این است که ما بر از این رای بتیم. تمام احزاب امی اردو حزب طرفدارایش طرف هم جانب مقابل از این قرار میگیره بر از اون رای میده. سپاس عرض اجازه نمیتی ما گپ مکمل بزنیم. حرفایتان جنبندی کنید جناب دگروال صاحب که ما میخواییم که برنامه را یک ده دقیقه کمتر زیادتر گپ اصل مطلب میمونه با تو جنبندی میکنی میگره بخوای با ایتوری که هست ما را نتر با خدا ما با خاطر از این میگم که مطلب برسه. اگر هدف تو رساندن مطلب و رای حل است خود سعید اگر در غیر از او باید من گپ نمیزنم. ما حرفایتان را شما بگوین ولی سه دقیقه و امید جنبندی بکنین سه دقیقه برای نوابزاده سی و بعد امید رقم شبایی که بعد از اینکه رمضان آمده روزه هستم وقت افطار میکنم خسته میشم دوامدار بودن نمیتونم. اجازه باشه که من یک دقیقه فقط میخوایم خلاصه کنم. 300 سال شده مردم ما محروم است. 300 سال شده بدبختی را میکشیم. دمی جریان 300 سال ما 60% از قوم هزاره را فهمید قتل عام کردیم تحت پرچم افغانیت به علت مخالفت با افغانیت به علت از این که مثلا افغان از هزاره خوشش نمی آمد. امیال ده هر قریه ده هر قشلاق قندهار برهی ده اروزگان برهی ده هلمند برهی ده زابل برهی ده اوجه یک نام هزارگی است. نام منطقه مربوط یک ازاره است ولی اوج فعلا ازاره وجود نداره و کسی ازارگی هم گپ زده نمیتونه. در همین ولسوالی های جلال آباد تو امیده در هر ولسوالی برای نام های فارسی و ازارگی است. ولسوالی کامه فهمیده سیده های بیادر اهل تشیع هستند کلگی ولی در اوج فعلا سید است اما تشیع وجود نداره. فاطمی است اما فاطمی پشتون است میگه که مادر من از پدر پشتون بودم. یعنی همه طور در دیگه مناطق که برهی حال ما به همین نتیجه گیری میشه که هر پیره که ما از پشتون از افغانیت انتقاد کردیم که او برادر یک راه حل ما میخواییم این وطن آرام شوه پشتون هم در رفاه زندگی کنه هزاره هم ازبک هم مثلا اقوام دیگر هم کارخانه باشه، فابریکه تولید باشه، مردم درباره ساخت موتر گپ بزنه، درباره ساخت طیاره گپ بزنه، درباره مثلا شفاخانه گپ بزنه، ساخت دوا و از تعلیم تربیت دکتر و از انجینر و از دیگه و دیگه گپ بزنه. ما نمیخوایم دیگه این جنگ ای اختلاف بیشتر دوام کنه. هر پیره که فهمیدی یک وطندار هم وطن افغان ما خواست که به بالای قدرت بشینه یا انگلیس را کش کرده قطعی خود بیاره در این خواب یا روس را کش کرده بیاره یا امریکا را کش کرده بیاره یا در سر تانگ امریکایی و روسی بیاره یا در قطعی لشکر پاکستان فهمیده تا بنام طالب بیاره در این چیز با قدرت بگیره بگه که ولی من افتخار میکنم من افغان هستم. ما مردم ما اگر ما بگویم که من افتخار میکنم ولی امی افتخار یک رای تسکین درد مردم ما نیست. این مردم فهمید چطور آرام شد از این درد از این مشکل. ما امیره میگم از جناب جبارخیل صاحب من میخوایم امی سوال بکنم امی تو آدم فهمیده استی آدم مثلا رسیده استی در فرانسه هم زندگی میکنی آدم باسواد استی امی رای حلی که ما از این درد از این مشکل تعصب مشکل تعرض به بالای خانه دیگر ها مشکل مثلا قتل کشتار مشکل از این که فهمید یا انگلیس بیار یا روس بیار یا پاکستانی رو بیار یا یک امریکایی رو بیار از این مشکل خلاص شیم چی باید بکنیم؟ باید یک کار بکنیم که از این جنجال خلاص شیم. ما باید یک مملکت باشه که تعلیم بکنیم صنعت بکنیم اقتدار داشته باشیم. چهار پرسیده
جناب دکتر من سوالتان آقای جبارخیل گرفت. عرض دارم جبارخیل صاحب خبر داره. ما چهار پیره شده به خاطر نمی تعصب اردو را دست میدن. 40 سال ظاهر شاه اردو تربیه کرد. در نتیجه بعد از 40 سال داوود خان خست و امید بدر اردوی 40 ساله را ملیشه جور کرد، ملیشه شخصی خلقی ها را داخلش کرد و امید بعد از او خلقی ها خستن خود از ایره کشتن، ای اردو را اردوی از به خلق ساختن ملیشه جورش کردن، بعد از او امید مجاهد خست، بدر خلقی خست، پرچمی خست، جنگ شد، باز خواستن اردو جور کنن، این اشرف غنی اردو را تسلیم کرد، خست گریخ رفت. اینا لخی ما چی بکنیم؟ امیر رای علش چیست؟ آه سفر جناب دکرورت بزرگوار، آقای نوابزاد حرفایتان جنبندی بکنید. ما 20 سال، ما 20 سال همی بیرق جمهوریت دره که آقای جبارخیل سرش جبارخیل صاحب میتم نوابزاد هستم باز جنبندی میکنم بعد از آرش صحبت میکنم. جبارخیل من جمله آخرم مان ما همی جمله آخرم مان ما 20 سال وظیفه اجرا کردیم، همی بیرق جمهوریت و همی بیرق اشرف غنی کرزه فرق خود گشتاندیم. آخرش هم فهمیده که وقتی که بعد اردو را تسلیم کردن 160,000 اردو تلفات داده دگه داده، همیال قبرستان های مردم شمالی و غیر فهمیده پشتون پر است، از پشتون هم پر است، از غیر پشتون هم پر است، از جوان های اردوی ملی و از پلیس و از نظم آمه. اما با ما فهمیده میگه تو مهاجر هستی، ما دگه با اینمی تو یک تفکر فهمیده بعد مخالف هستم که بعد دگه ادامه بتم. ما با 40 سال دیگه باز وظیفه اجرا کنم، باز کشته شوم، باز دیگه شوم، باز وقت آخر فهمید حکومت تسلیم بتن به یک گروه بیادر دیگه، باز بگوین که بیادر تو مهاجر هستی. ما با امید تفکر فهمید مخالف هستن. رای حل پیدا شوه که هر کس عزت خدا، هر کس اقتدار خدا، هر کس فهمید چیز خدا به وطن ببینه و مردم سرمایه گذاری کنن، سرمایه بتن فهمید از جان خود، از مال خود، از دیگه خود که وطن آباد شود. السلام. سپاس دگروال سه بزرگوار. آقای جبارخیل بفرمایید. زه دیر بخنه غوارم خدای تاسو ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې دا خبرې لنډې وکړئ. لنډې خبرې زه بالکل نسیم کولی ولې، په دې چې دلته د ورونو ډېرې خبرې وکړلې، زه باید دوی ته جواب ووایم. د ما خبرې په صحیح ده، کوشش به مې دا چې انشاءالله خبرې راټولې کړم، خو دلته بعضې مشرانو خبرې وکړلې. اول خو زه ډېر تعصب کوم او ډېر خبرې ډېر د افسوس جای ده چې دلته موږ او تاسو په دغه نننی مجلس کې ډېر یو بل ته ډېر دروند احترام وکړو. زه پوهیږم چې څومره یو بل ته موږ او تاسو سپکاوی کوو په دې خبرو کې، موږ ښه ګورو. بې شکه چې تاسو که درته تعلیم نه لرو، اطرافي خلک یو، کلیوال خلک یو، خو فیلسوفان نه یو. خو ډاکټر آقای جبارخیل، تاریخ ما به حد افتضاح است. وقتی اگر یک آدم بیاید تاریخ افغانستان وضاحت بته، بازم تبار یا هموطن پشتون ما احساس حقارت میکنه که گویا کس توین کرده. اگر نه ما چیزی حرفی زشتی از کسی در امیجه نشنیدیم. خیر زه خیر ده، منگا پویگو الحمدلله دومره شور خدای را کرده ده سی خوبت پیزنو. دکتر سه محترم دیر زیاد منو نکو. زه ده دګروال سې کوم خبر وکړه، جی محمدی سې کوم خبر وکړه، زه دې خبرو ترازم. تر ټولو نه اخري خبره دې ټولو خبرو را ټوله جوړښت یو خبره ته ضرورت لري، سیغه واحد اتفاق ته ضرورت لري او مونږ د حل لارې تر سوال سي سي مونږ اتفاق ونه کو، واحد اتفاق ونه کو او تیر په هیر نه کو، مونږ هیڅ کله کامیابی ته نه سو رسیدلای. کتا سو سي مونږ جنگ کو نو جنگ دلته مونږ وصل ویخ کاله کړی ده او د جنگ نتیجه مونږ ډیر خل دلې ده. په جنگ کې چې چا بچی اعتمان شوي دي هغه خلک هم دې ملت لیدلی دي، او په جنگ کې چې څوک سرمایداره شوي دي هغه خلک هم موږ لیدلی دي. دلته نور د واک جنګونه ختم دي. موږ او تاسو سره که تاسو ووایئ چې دلته غم ده، درد ده، بېجایه بېګناه مړی کېږي، بېګناه مړی خو دغه وصل ویښ کاله کېږي چې کېږي وصل ویښ کاله چې چا مړی کړي دي هغه هم نن تر ټولو نه سرې سترګې خبرې کوي، او چې چا نه دي کړي بېچاره ګم پکې قرباني شوي دي هغوی هم ټول دلته ناست دي. زه دا خبره کوم، بله هیڅ لاره موږ نه لرو. ډګروال صاحب تا ته وایم، سپین ږیری د عمر سړی، وظیفه دې کړې ده، طالب سره راغلی ده. طالب وایي وروره، طالب وایي زه تا په زندان کې ساتلم، زه تا سره ورورولي کوم. طالب وایي زه که پاکستانی یم، که هر څوک هم، تا سره د باګرا په زندان کې بندي وم، تا سره د پلچرخي په زندان کې بندي وم، نن له زندانه راوتلی یم، تا سره زه د ورورولۍ خبرې کوم. ته ما سره د ورور په صفت په دلته په دې هېواد کې ژوند وکړه، ککې وې که کنې کې، لاس دې تر هغه جای خلاص تر کوم جای پورې زور رسېږي، بس هغه بیا دغه خبره درته کوي.
ودرګه ودرګه ما خبر شو هغه جابر خل دا خبره ودرګه ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محمد صاحب جناب ډګروال صاحب امي واه ما پرېږده کنه جابر خل صاحب سوال کړه جواب زات ما جواب بدم ګورې جناب جابر خل صاحب تاسو ویل چې اتفاق وکي ما د اتفاق په خاطر باندې تا ته وسلې تسلیم کړلې صحیح ده ما تا ته د خپل د اتفاق په خاطر مثلا خپل هغه سیاسي سازمان ما لغوه کړله ما د اتفاق په خاطر د اقتدار نه زه تیر